به نام خدا سلام و عرض ادب خیلی خوشحالم که در خدمت همه عزیزان هستیم با دوره دیگری دوره ای که به باور بنده احتمالا میتونه تغییرات شگرفی در اندیشه و نحوه تحلیل شما درباره بازارها به وجود بیاورد دوره سیاستگذاری پولی مدرن این دوره کاملا متفاوت با دوره های دیگری هست که ما دوستان تا الان برگزار کردیم این دوره اولین دوره بود که من در کلینیک اقتصاد ارائه دادم و شرمنده خیلی از دوستانی شدم که بعدها این دوره رو خریداری کردند و از کیفیت زب و کیفیت صدا راضی نبودند ما همه اون دوستانی رو که قبلا دوره رو خریداری کرده بودند دعوت کردیم که در این دوره به ما بپیوندند ما به تدریج در این سه سالی که در کلینیک اقتصاد در خدمت شما هستیم آموختیم که چگونه در واقع کیفیت کار رو انشالله افزایش بدهیم هم کیفیت مطالب رو انشالله افزایش بدهیم و هم کیفیت صدا و تصویر و کیفیت ضبط و ادیت رو بالا ببریم و امروز خیلی خوشحال هستم که ما در کلینیک اقتصاد علاوه بر دوره هایی که در آینده نزدیک شاهد خواهید بود و برگزار خواهیم کرد ما دوره های دیگری رو خواهیم داشت که یک سری دوره جدید هست و یک سری هم دوره های که داشتیم رو انشالله به روز خواهیم کرد و اگر مطالبی که به روز می شود خیلی متفاوت نباشه مثل مثلا این دوره که شاید 10 تا 20 درصد مطلب اضافه می شود به مطالب قبلی حالا من باید در حین دوره ببینم که آیا مطالب دیگری هم نیاز هست یا نه ولی شما بنده رو میشناسید من وقتی یک تعهدی رو خدمت شما دارم وقتی شما تشریف میارید در کلاس بنده از به بسم الله خدمتون شروع میکنم ساده ترین مطالب رو خواهم گفت تا این دوره که پیشرفته ترین دوره پولی به زبان فارسی است که تا حالا برگزار شده من این رو تعهد میدم خدمت شما ما مقاله بانک مرکزی انگلیس که بسیار مقاله مشهوری بوده اون سه چهار تا مقاله رو که بانک مرکزی انگلیس در واقع یک سری از کارشناسان بانک مرکزی انگلیس نوشتند رو انشالله خدمت شما بررسی خواهیم کرد و اگر فرصت بشه مطالب گسترده دیگری هم هست که در خلال تدریس در خدمت شما خواهیم بود و ارائه خواهیم داد جهت اطلاع چون یکی از دوستان یک مطلبی رو گفتند اولین بار که من این دوره رو برگزار کردم همینجا تشکر میکنم از مؤسسه ایتان اینها در واقع یک زیر مجموعه داشتن تحت عنوان گام یا گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی از بنده خواستند با نیت خیر از بنده خواستند که مطالبم رو و و در واقع یک آموزش سطح بالا به زبان فارسی داشته باشیم اون زمان بنده از اونها خواستم که به بنده تعهدی بدهند که کمک کنند به من برای به وجود آوردن یک دوره پولی که کاملا مدرن و پیشرفته باشه و اصلا با مطالبی که تا امروز شما شاید خوانده باشید و دیده باشید و تجربه کرده باشید کاملا متفاوت باشه و بازار پولی بزرگ دنیا سیاست های بانک مرکزی رو و رابطه نظام بانک های تجاری و بانک مرکزی و نحوه خلق پول و تعریف پول و همه اینها رو ما بیان کنیم این عزیزان به ما کمک کردند ما این دوره رو در مؤسسه گام دو مرتبه برگزار کردیم و بعد من این رو در برخی از مراکز هم ارائه دادم خب صلاح مملکت خیش خسروان دانند تا الان به مطالبی که ما آموزش دادیم متاسفانه عمل نشده اینو خدمت شما عرض بکنم و مسئله مهم دیگری که شما باید توجه بفرمایید این دوره بسیار مناسب دو گروه افراد هست یک سری افرادی که تحلیلگر و سیاست هستند یعنی در اندیش ها به عنوان مثال حضور دارند شاید بعضی از دوستان تصورشون این باشه که این دوره مثلا قیمت بالایی داره ولی واقعا باور بفرمایید که از این کمتر اصلا امکان نداشته و باور بفرمایید که اگر خب خو... مثل خود من که رفتم در سامر اسکول ها حضور پیدا کردم در ورکشاپ ها حضور پیدا کردم خودم تجربه کاری داشتم که این مطالب رو به دست بیارم اگر شما قرار بود اینها رو به دست بیارید من به جرئت خدمت شما عرض میکنم هزاران هزاران یورو احتمالا داره شما هزینه داشت من این رو به جرئت خدمت شما بدون هیچ در واقع شکی خدمت شما عرض میکنم که این مطالب به روز دنیا بسیار سخت گیر میاد یک لغتی در زبان انگلیسی دارن میگن گلین گلین یعنی دونه دونه بری برداری این درسته که ما مقاله بانک مرکزی انگلیس رو کلمه به کلمه پاراگراف به پاراگراف از اول تا آخر اینجا در 165 اسلاید جمع کردیم و خدمت شما ارائه خواهیم داد این درسته اما اگر شما این مقاله در واقع این مقاله نسبتا کوتاه بانک مرکز انگلیس رو خودتون بخونید مطلقا به این تفاصیلی که بنده خدمت شما ارائه خواهم داد تعاریفی که خدمت شما ارائه خواهم داد مطلقا نخواهید رسید این رو مطمئن باشید و امیدوارم که راضی باشید و اجازه بفرمایید که من البته گفته بودم به دوستان یادآوری کنید من با اجازهتون لایو اینستاگرامی را هم آغاز کنم بله. ما لایو رو لایو اینستاگرام هم میریم این جلسه اول رو اولا اجازه دادیم که رایگان دوستان شرکت کنند و در لایو ما جلسه اول یعنی یک ساعت اول رو ما در لایو اینستاگرامی هم انشالله ضبط خواهد شد و ارائه خواهیم کرد و بعد انشالله دیگه کارمون رو بعد از, بعد از استراحت دیگه برای کسانی که در کلاس هستن آقا البته کسانی که ثبت نام کردن برای رایگان نیمه دوم کلاس هم حضور داشته باشن مشکلی نداره ولی از جلسه بعد دیگه انشالله فقط در خدمت عزیزانی هستیم که در کلاس ثبت نام کردن حالا بریم جلو ببینیم چند جلسه هست من برداشتم این است که این دوره ما من برداشتم این است که یک چیزی حدود 25 تا 30 ساعت طول بکشه حالا امیدوارم که ما بتونیم مطالب رو موجزتر و مختصرتر خدمت شما عرض کنیم ولی اگر که مطالب رو بتونیم تمام کنیم اون وقت ما مطالب دیگری رو به کلاس اضافه خواهیم کرد بازم خدمت رو عرض میکنم ما اصلا در برنامه در کلاس همون بنای در واقع کمفروشی نداریم یعنی مطالب رو به طور کامل و جامع و مانع انشالله مطرح خواهیم کرد عنوان دوره گذاری پولی مدرن هست و در این دوره بنا هست که ما تمام در واقع بسیاری از پات مخفی بانک های مرکزی رو خدمت شما ارائه بدهیم و مقاله بسیار مشهور بانک مرکزی انگلیس در مورد در واقع ماهیت پول در دنیای مدرن رو انشالله خدمت شما ارائه خواهیم داد و پس از اون در اون مقاله ما کلمه به کلمه و پاراگراف به پاراگراف انشالله روی این مقاله بحث خواهیم کرد و انشالله مطالب بسیار زیادی در مورد رابطه بانک های مرکزی و بانک های مرکزی و بانک های تجاری و نحوه سیاست گذاری پولی انشالله خدمت شما ارائه خواهیم داد من برداشتم این است که در تمام دوره هایی که بنده برگزار کردم در واقع رضایت از این دوره از همه بالاتر بوده چرا؟ برای اینکه ما از مطالب بسیار پیش پا افتاده شروع میکنیم و در نهایت به مطالب بسیار پیشرفته خواهیم رسید و اینو خدمتتون ارز کنم که در این دوره این دوره هم برای تحلیلگران اقتصادی و سیاستگزاران بسیار دوره مفیدی هست همینطور که بنده سعی کردم به سیاستگزاران این مطالب رو منتقل کنم خب البته توفیقی نداشتم دیگه هرچه تلاش کردیم هرچه ما اینها این همین دوره رو من شاید پنج بار به جز کلینیک اقتصاد چهار بار به جز کلینیک اقتصاد من این دوره رو ارائه دادم چهار یا پنج پنج بار من این دوره رو به جز کلینیک اقتصاد ارائه دادم و ولی متاسفانه کارساز نشد و در کشور تغییری در سیاست گذاری پولی و کنترل تورم به وجود نیامد و جالب اینجاست که ما قبل از عید برنامه ریزی کردیم من نگران تورم بودم گفتم دوره سیاست گذاری پولی مدرن رو دوباره برگزار میکنم این بار هم برای سیاست گذاران چون مشکل تورم مشکل خیلی جدیه و هم برای فعالان بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس بازار سهام و بازار کریپتو که مخصوصا بازار حتی بازار کریپتو که شاید برخی از افراد فکر کنن که واقعا به این مطالب نیازی ندارند به باور بنده شاید هیچ دوره ای نتواند به اندازه این دوره کمک کنه در جهت تحلیل بازار و در جهت جلوگیری از ریسک ما یک لایوی هفته پیش داشتیم یک آقای تریدری حضور پیدا کردم به نام آقای موسوی اونجا ایشون توضیح دادند البته شاید به خودم خصوصی گفتند ولی اینو خدمت شما ارز میکنم که آقای موسوی اشاره کردند که اگر شما میخواهید در بازارها موفق باشید باید جلوی ریسکو بگیرید باید جلوی زیان رو بگیرید همه سود میکنند مهم این است که زیان نکنید و اگر شما بخواید زیان نکنید یک نکته که بسیار مهم است و باید مد نظر داشته باشیم این هست که بدانید شرایط اقتصاد کلان در چه, در چه وضعیتی هست و این بسیار بسیار نکته مهمی است که ما باید پیگیری کنیم مجددا خیر مقدم عرض می کنم خدمت عزیزانی که در لایو اینستاگرامی هم به ما پیوستند و من با اجازه شما مطالب رو آغاز می کنم سیاست گذاری پولی مدرن بسیار خوب من علی سعدوندی هستم و در گذشته من استادیار دانشگاه استرالی ولنگون بودم در به بمب... مدت ده سال مسئول دروس بانکداری دانشگاه استرای ولنگون بودم ما یک سری در واقع یک دوره مسترز بانک بانکداری بانک داشتیم و در مقطع لیسانس هم دروس بانکی داشتیم که من مسئول این دروس و این دوره ها بودم و پیش از اون هم در سیتی بانک به مدت دو سال در دوبه به عنوان وی پی مشغول به کار بودم از سال 2008 تا سال 2017 خیلی به ندرت به ایران اومدم از سال 2017 بعد از 6 سال اولین بازدیدم از کشور بود از سال در سال 2018 من پیوستم یعنی برگشتم به میهن و دقیقا از سال حالا دیگه برگردیم به سالهای شمسی از سال 1399 ماه فروردین اولین درس رو در کلینیک اقتصاد آغاز کردم و این افتخار رو دارم که تا امروز 370 ساعت آموزش مدرن که اصلا تا به حال در کشور ما این آموزش ها ارائه نشده بوده خدمت شما عزیزان ارائه دادم و خدا را شکر شاکرم که این اتفاق افتاده بله افرادی هم هستند حمله میکنن توهین میکنن بی احترامی میکنن حتاکی میکنن اما خب این نشان موفقیت ماست یعنی اگر ما نتوانسته بودیم این مطالب رو ارائه بدهیم شاید هیچ کدوم از این حملات و از این در واقع مم. که حالا ریشش در کدام نفسانیات هست من نمیدونم ولی هیچ کدوم از اینا رو شاید نداشتیم ما 370 ساعت حالا آموزش داشتیم این آموزش رو قبلا ارائه دادیم مجددا برگزار میشه اولین بار ما در فروردین 99 این آموزش رو ارائه دادیم و خدا رو شکر همون زمان هم با اینکه کیفیت صدا و تصویر مثل امروز نبود ولی همان زمان با, با با, اشتیاق خیلی زیاد با در استقبال بسیار گسترده عزیزان همراه شد حتی جهت اطلاع خدمت شما عرض کنم اون کلاس اولی که من برگزار کردم به مراتب بزرگتر از این کلاسی بوده که الان در خدمت شما هستم حالا شاید شما فکر کنید این کلاس هم خیلی خوب هست استقبال خیلی خوب بوده ولی استقبالی که در اون زمان در در واقع فروردین 99 صورت گرفت بسیار استقبال گستردهای بود و خدا را شکر تا امروز عرض کردم خدمتتون خیلی کلاس موفقی بوده در مورد من یه چیزی هم دقت بفرمایید که من سعی کردم مدارج رو طی کنم من سعی کردم مثل بقیه نباشم که بخوام میانبر برم و کلا از افرادی که میانبر نمیرن و سعی میکنن کیفیت رو حفظ کنن بنده از معاشرت با این افراد لذت میبرم خود من در سال 2012 شاید اولین ایرانی بودم که مدرک FRM یا Financial ریس Management یا مدیریت ریسک های مالی رو از مؤسسه گارپ امریکا دریافت کردم این مدرک FRM یکی از سخت مدارک و پیشرفته ترین مدرک در عرصه بانکداری و مدیریت ریسک است و پس از اون دوره های تخصصی رو دو بار دوره تخصصی لان اکنامیکس رو در دانشگاه شیکاگو من دیدم یک بار دوره ادوانس اکنومتریکس یا اختصاص سنجی پیش رو در دانشگاه کمبریج کمبریج انگلیس دیدم یک دوره اکنومتریکس در دانشگاه ال اس ای لندن اسکول یا مدرسه اقتصادی لندن گذروندم که یکی از بهترین دانشگاه ها, ها از دوستان اطلاع دارن یک دوره بود در زمینه در واقع اینداستریال اورگانایزیشن یا سازماندهی صنعتی که در های ایتالیا اسپانیا گذروندم و مهمترین دوره‌ای که روی همین مطالبی که خدمت شما عرض میکنم بسیار تاثیر گذاشت دوره بود که برن با برنده شهیر جایزه نوبل آقای جوزف استیگلیس در ترنتو ایتالیا من داشتم که حالا شما رگه های اون دوره یا مطالبی رو که بنده آموختم در همین دوره رو که اینجا خدمتون عرض میکنم اینجا ارائه خواهم داد شما میبینید که از اونجا مطالبی بنده خدمتتون ارائه خواهم داد بنای این دوره مقاله بسیار مشهور بانک مرکزی انگلیس است. تحت عنوان Money Creation in the Modern Economy یا خلق پول در اقتصاد مدرن که آقای مکلی و اما رادیا و ریلند توماس یعنی این نفر البته توماس یعنی اینجا تی اش نوشته میشه ولی تی خونده میشه این سه نفر این مقاله رو نوشتند اینها در واقع در اداره تحلیل های پولی بانک انگلیس هستند بانک آف انگلند که یکی از قوی ترین بانک های مرکزی در دنیاست بانک آف انگلند مثل بانک آف کانادا که اینها افتخارشون میگن که ما حتی از فدرال رزرو هم مثلا جلوتر هستیم و سبقه تاریخی داریم و در زمینه تحلیل خلق پول در دنیای مدرن واقعا این مقالات توانست یک تغییر خیلی جدی به وجود بیاره این رو خدمت شما ارز کنم که برخی از عزیزان که شما شاهد بودید که در این سالها مثلا هدایت اعتبار رو مطرح کردند در اون زای پول رو مطرح می و این عزیزان در مهاجهی که با بنده داشتن در مباحثهی که با بنده داشتن در رد نظریات بنده این مقاله رو معرفی کردند، بنده این مقاله رو خواندم. و بهشون گفتم من از این مقاله آموختم مقاله خیلی خوبی بود و بهشون گفتم که ولی البته منظوری مد نظرم بود بهشون گفتم اگر من یک روزی به ایران برگشتم حتما این مقاله رو به صورت کامل تدریس خواهم کرد و نظام پولی مدرن دنیا رو که شاید برای ایرانیا کاملا مجهول باشه و مکشوف باشه انشالله من بنا دارم که رمزگشایی کنم اما مسئله اینجاست که عزیزانی که حتی در این وادی قدم میزنند مثلا به درونزایی پول اعتقاد دارند مثلا به اقتصاد نیوکینزیان اعتقاد دارند شما میبینید که وقتی من این مقاله رو توضیح بدم وقت متوجه میشید مطالبی که در ایران در مبنای این مقاله داره ارائه میشه با نص سریح مقاله که بسیار دقیق هم نوشته شده در تعارض و تقابل قرار میگیره این یک نکته است که شما باید مد نظر داشته باشید خب دوباره برمیگردیم دوباره برمیگردیم عنوان مقاله چه بود دوستان؟ Money, Money creation یعنی خلق پول به وجود آمدن پول Money creation in the modern economy خب داره میگه پول خلق پول در دنیای مدرن به یک نحوه و لاجرم در دنیای ما قبل مدرن پول به یک نحوه دیگری خلق میشده و همین که شما بدانید چیستی پول در دنیای مدرن متفاوت با چیستی پول در دنیای ما قبل مدرن بسیاری از گره های ذهنی شما مثل مثلا بانکداری اسلامی حل خواهد شد مثل مفهوم ربا حل خواهد شد دقت میفرمایید بسیاری از مشکلاتی که ما در کشور داریم الان در حال حاضر که متاسفانه علا رقم هشدارهایی که بنده دادم و تاریخ شاهد خواهد بود و خدا شاهد خواهد بود و بسیاری از این کارشناسان و اساتید اقتصاد و سیاستگزاران اقتصادی مسئولان کشور شاهد خواهند بود که بنده از روزی که اومدم در این کشور چقدر تلاش کردم در جهت کنترل تورم تا امروز و حتی شما دیدید که بنده استقبال کردم از شعار سال که امسال تحت عنوان کنترل تورم و رشد تولید شناخته میشه ولی من تمام این تلاشایی که کردم تا امروز کوچکترین نتیجه ای نداشته و از شما دعوت میکنم اگر دسترسی دارید و اگر میتوانید تغییری به وجود بیاورید حتما حتما شما سعی کنید که این مطالب رو برسانید حتما سعی کنید شاید فردی بود که در این کلاس شرکت کنه تغییری در سیاست گذاری به وجود بیاد و شما خواهید دید در این کلاس که مطالبی که بنده خواهم گفت خدمت شما در این کلاس در تعارض جدی قرار میگیره با سیاست هایی که همین امروز داره اجرا میشه من نمیدونم چطور واقعا گله کنم از مسئولان کشور که چرا چرا وقتی که من دارم تمام نکات تمام اسرار کنترل تورم رو در اختیارش میذارم و برای شما ایان میکنم من در این سی ساعت دقت بفرمایید دوستان برای کنترل تورم شما کلا برای اصلاح نظام بانکی کنترل تورم سیاست گذاری پولی بانکداری مرکزی رابطه بانکداری مرکزی و بانکداری تجاری همه اینها روی همدیگر رو من در سی ساعت خدمت شما ارائه خواهم داد و حجت رو تمام میکنم بر مسئولان و کارشناسانی که الان به اساتید دانشگاه که الان نظریات دیگری رو اعمال میکنن نظریات دموده شده نظریات قدیمی که هیچ کس در دنیای مدرن این نظریات رو قبول نداره و حاضر نیستن حرف حق رو بشنوند در گوش خودشون پنبه کردن و اجازه نمیدن که،, که فکرشون باز بشه که دوباره تعقل کنن تفکر کنن و وقتی خدمت شما اینها رو ارائه خواهم داد شما خواهید دید با عقل سلیم که من احاطه دارم من میدونم که این عزیزان چه چه خانده اند چه میدانند ولی اینها نمیدانند که بنده یا نه فقط بنده دو علم اقتصاد مدرن درباره سیاست گذاری پولی و درباره خلق پول و درباره ماهیت پول چه مطالبی رو عنوان میکند البته علاقه خودم این بود که این مباحث رو من ادامه میدادم از لحاظ پژوهشی ولی خب از وقتی که به کشور برگشتم شما شاید باور نکنید ساعت ها من در روز کار میکنم یعنی من فکر نمی کنم اصلا روزی اومده باشه که من مثلا کمتر از ده, ده ساعت دوازده ساعت کار کرده باشم بسیار دوستان عزیز پس شروع میکنیم اولین چیزی که قبل از شروع مقاله میخوام خدمت شما صحبت کنم این هست که پول چیست دوستان عزیز پول چیست یک مقدار روش فکر کنید ببینید پول چیست ما برای پول تعریف نمی آوریم تمام شد حالا میتونیم کلی بحث فلسفی بکنیم که پول چیست اون بحث های فلسفی در کلاس های فلسفی در کلاس های تاریخ عقاید اقتصادی میتونیم به اندازه کافی بحث کنیم روی اینکه که مثلا پول چیست اما اینجا ما کاری که انجام میدیم می میگیم اینجوری مطرح میکنیم میگیم که نقش های اساسی پول در جامعه چیست پول در جامعه چه کار میتواند بکند چه نقش اساسی ایفا می کند آیا اصلا پول مهم هست یا پول مهم نیست همین آقای لوکاس که من افتخار داشتم برنده جایزه نوبل افتخار داشتم خدمت این بزرگوار رسیدم و یکی از بهترین خاطرات زندگی بند است چون ایشون برنده جایزه نوبل بود ایشون سنش هم بالا بود سختش بود ولی دو ساعت با من ما با هم در واقع صحبت کردیم و ایشان رهنمود داد و کمک کرد و توصیه داشت و اصلا این بحثی که مثلا این فرد برنده جایزه نوبل یا مثلا این فرد ایرانیه یا امریکاییه اصلا در ایشان مطرح نبود برعکس خیلی دیگه از اساتید خیلی دیگه از اقتصاددانان به عنوان مثال حتی در کشور خودمون بنده کوچکترین در واقع غروری در این فرد ندیدم و هنوز که هنوز خاطرش رو زنده میدارم و روح شاد واقعا این مرد بزرگ و من فکر میکردم فقط برای بنده اینطور هست بعدها متوجه شدم که آقای لوکاس با همه همین با همین نه به همین نه برخورد میکرده این آقای لوکاس این فرد یک انقلاب در علم اقتصاد کلان به وجود آورد پایه های خرد اقتصاد کلان رو ایشان به وجود آورد یکی از مطالبی که در ابتدا آقای لوکاس مطرح کرد دوستان عزیز خونسایی پول بود وقتی شما به خونسای پول اعتقاد داشته باشی حالا همین خونسای پول شما دیدیم که ما دیدیم که مثلا در ادبیات اقتصاد رشدم ادامه پیدا کرد دقیق میفرمایید خونسای پول یعنی پول به طور مشخص هیچ گونه تأثیری بر بخش واقعی اقتصاد نمیگذارد این واقعیت ندارد دقیق میفرمایید درست آقای لوکاس گفتن درست آقای لوکاس خیلی پیشرفت های سهمگینی رو در علم اقتصاد ایجاد کردن اما ایشان در یک, در یک مواجههی با اقتصاد کینزی اومدن این مسئله رو مطرح کردن که در جای خودش واقعا شایان تقدیر بود و شایان تقدیر هست اما از یک منظر دیگری که نگاه کنیم به نظر میرسه که پول نقش های اساسی در اقتصاد داره خیلی ببینید پول سه تا نقش اساسی در اقتصاد ایفا میکنه مهمترین نقش پول این هست که پول وسیله مبادله است یعنی شما وقتی میخواید کالا و خدمات خریداری کنید یا حتی دارایی خریداری کنید که اینها کاملا با هم متفاوتن دوستان عزیز شما ممکنه دارایی خریداری کنید ممکنه کالا و خدمات خریداری کنید من دارم در واقع پول و نقش پول رو خدمت شما عرض میکنم ولی همزمان بقیه کالاها رو در جامعه هم دارم تفکیک میکنم میگم یک سری کالا و خدمات هست که این کالا و خدمات چه هستن دوستان؟ این کالا و خدمات به صورت روزانه داره خرید و فروش میشه یک سری دیگه محصول در اقتصاد هستش میگیم دارایی یعنی اینها بلند مدت هستند اینها باقی میمانند دقت میفرمایید برای خرید و فروش اونها هم از پول استفاده میکنیم پس پول وسیله مبادله است شاید شما فکر کنید که این مطالبی که بنده دارم خدمت شما عرض میکنم مطالب ساده ای هست شاید فکر کنید که این شاید خیلی هم احتیاج نباشه که ما این مطالب رو خدمت شما عرض کنیم ولی واقعیت این هست که من به اسلاید بعدی که بروم که شما اینجا میبینید نوشتم انواع پول چیست در این اسلاید بعدی ما مطالب زیادی رو باید خدمت شما ارز کنیم مبنای مطالبی که انواع پول رو میخوایم خدمت شما ارائه بدهیم این هست که بدانیم نقش های اساسی پول در اجتماع چیست پس اولین نقش اساسی پول این است که ابزار یا وسیله مبادله است وسیله نقل و انتقال کارا و خدمات نقش دوم پول این هست که وسیله سنجش سنجش چی سنجش ارزش یعنی شما واحد ریال یا واحد تومان در این کشور استفاده می شود برای اینکه قیمت یا ارزش کالاهای مختلف یا دارایی‌های مختلف رو تعیین کنید پس این نقش دومیه که پول ایفا می کند نقش سومی که پول ایفا می کند حفظ ارزش است یعنی چی یعنی شما اگر پول نباشد شما وقتی که یک در واقع محصولی رو مثلا میخواهید بفروشید نمیتوانید از از آثار این در آینده استفاده کنید اما پول به شما امکان میده ارزشی که تولید شده ارزشی که شما ایجاد کردید دستمزدی که دریافت میکنید و الان نگه دارید در آینده مصرف کنید بسیار دوستان دقت فرمودید خب پس ما سه نقش برای پول قائل شدیم یکی وسیله مبادله دومی وسیله سنجش سومی وسیله حفظ ارزش و انتقال ارزش از یک زمان به زمان دیگر و از یک مکان به مکان دیگر شما یک درآمدی داشتید یک ثروتی داشتید منزل خودتون رو ممکنه بفروشید سفر کنید برید یک کشور دیگه مثلا شما ممکنه برید عراق زندگی کنید خب این پولی که منتقل میکنید اگر پول وجود نداشت انتقال ارزش خیلی مشکل بود وسیله حفظ ارزش هست دقت میفرمایید خب حالا من میخوام یک مثال خدمت شما بزنم قبل از اینکه به،, به اسلاید بعدی بریم که در مورد انواع پول در اقتصاد مدرن ما خیلی بحثای جدی رو مطرح میکنیم و اون این هست که آیا به نظر شما کریپتوکارنسی یا رمز ارز یا به طور مشخص مثلا بیت کوین آیا پول به حساب می آید یا پول به حساب نمی آید به نظر شما کدام است بله آقای کوشالی گفتن در واقع به حساب نمیاد آقای کرتبار گفتن که به حساب میاد پول به حساب میاد یعنی رمز ارز ما میتونیم پول در نظر بگیریم دوستان آنلاین هم ببینم چی میگن بله گفتن خیلی میگن که به حساب نمیاد پول نیست وسیله بله کریپتو آیا کریپتو دوستان از یا کریپتو پول هست یا نیست آها بسیار بله دوستان آنلاینی که ما داریم دوستانی که در کلاس حضور دارن اکثرا میگن که کریپتو و رمز ارز و بیت کوین پول نیستن دوستان آنلاین ما همه میگن که کریپتو پول هست نوشتن چهار نو پولی که داریم کریپتو جزش نیست اینجا البته بعضی گفتن نیست یعنی به حساب نمیاد خب دوستان عزیز من یک من ابزار رو خدمت شما دادم من در واقع خدمت شما ارز کردم که پول سه سه نقش داره در اقتصاد هر چیزی که این سه نقش رو تعیین در واقع این سه نقش رو ایفا کرد در اقتصاد ما به عنوان پول در نظر میگیریم اما یک نکته که نگفتم خدمتون و با الان باید بگو بگویم این هست که پول ها از نظر نقش پولی که دارن متفاوت هستند دقیق میفرمایید پول ها از نظر نقش پولی که دارن متفاوت هستند دق... دقیق فرمایید حتی همان پول در جایگاه های مختلف که قرار میگیره کاملا نقش های متفاوتی رو ایفا میکند مثالی بزنم خدمت شما شما یک پود یک درآمدی امروز داشتید این درآمد شما مثلا حقوقی به شما دادند آیا این حقوقی که گرفتید در حساب بانکی هست آیا از این حساب بانکی میتونید برای مبادلات استفاده کنید آیا وسیله مبادله هست یا نه حقوقی که از بانک گرفتید بله وسیله مبادله هست حالا ممکنه این به صورت نقد باشه ممکنه به صورت الکترونیکی در بانک باشه ولی در این که وسیله مبادله هست ما شکی نداریم فعلا آیا اون حساب بانکی که شما دارید آن تومن شما وقتی که به بازار می روید وقتی که کالایی می خواید بخرید به اون واحد پول ارزش برای شما بیان می شود یا بیان نمی شود بله آفرین پس شما وقتی حقوق میگیرید این حقوق به ریال میگیرید در بازار ایران وقتی که دنبال کالاها میگردید ریال وسیله سنجش هم هست پس پس این حقوقی که شما دریافت کردید این حساب جاری که در بانک دارید هم وسیله مبادله است هم وسیله سنجش. به نظر شما آیا وسیله حفظ ارزش هست یا نه آر باریک آقای باختر خب آقای باختر از دانشجویان قدیمی ما هست نمیدونم قبلا این کورس رو گذرونده بود چون همه دانشجویانی که قبلا این کورس رو گذرونده بودن با بنده می توانن به صورت رایگان مجددا در این کلاس شرکت کنن دوستانی هم که در اینستاگرام هستند اون عزیزانی که قبلا کلاس سیاست گذاری مدرن پولی رو با من گذرنده بودن دوباره می توانن شرکت کنن خب دوستان عزیز این بسیار بسیار مهمه حالا من یه سری نکات خیلی جالب بگم که دفعه قبل در کلاس مطرح نکرده بودم و بعد برمیگردیم به برمیگردیم به مطلب به مثال کریپتوکارنسی که خدمت شما عرض کردم خب آیا حقوقی که مثلا مثلا علی آقا میگیره و در حساب بانکیش هست آیا این, این حساب بانکی حساب جاری وسیله این پولی که در حساب جاری هست وسیله حفظ ارزش هست یا وسیله حفظ ارزش نیست به نظر شما بله آها میبینید دوستان وای وای خدای من الان خدمت رو عرض میکنم ببین به همین راحتی چند دقیقه از ما کلاس رو شروع کردیم یه نکته خیلی خوب شما یاد گرفتید که الان شما متوجه میشید که اون مسئولی که اینقدرم به خودش مطمئن بود دوچار غرور کاذب هست چقدر داره اشتباه میکنه همین الان خدمتون توضیح میدم ببینید چقدر جالبه خیلی راحت فقط کافیه یک مقدار بنده خدمت شما توجه بدهم همین که توجه داشته باشید می آموزید برای همیشه یاد میگیرید دیگه یعنی خیلی عجیبه شما در سی ساعت میتونید به طور کامل سیاست گذاری مدرن پولی رو بیاموزید شاید هیچ علم دیگری نباشه که اینقدر مثلا در سی ساعت بشه مثل یه قرصی خدمت شما ارائه داد خب دوستان عزیز حقوقی که شما در بانک داری آیا وسیله حفظ ارزش هست یا نه خیلی ها گفتن نیست وسیله حفظ ارزش نیست در حالی که تا یک حدی ارزش رو حفظ میکنه مثلا ما حقوقی که میگیریم سعی میکنیم تو ما خرج کنیم این که اول ما خرج بشه یا دو هفته بعد خرج بشه زیاد ما رو نگران نمیکنه ولی این که در این ماه خرج نشه باقی بمانه تا شیش ماه دیگه شما رو نگران میکنه یا نمیکنه در ایران شما رو نگران میکنه درسته دوستان <applause> وقتی در ایران داره شما رو نگران میکنه این حقوقی که شما در بانک دارید واحدش هم ریال هست از نظر حفظ ارزش بودن یک مقداری ضعیف شده بنابراین تمام اون سه اساسی پول رو به خوبی ایفا نمی کند دقت میفرمایید خب حالا فرض کنید شما مهاجرت میکنید به ژاپن در ژاپن به شما حقوق میدهند هیچ شما همون آدمید دقت میفرمایید شما همون فرد هستید همون فرد رفته ژاپن فرض کنید حقوقتون هم همونه فقط به ین ژاپنه رفتار شما چه فرقی میکنه عزیزان شما وقتی که دستمزد میگیرید آیا این دستمزد وسیله مبادله هست بله آیا وسیله سنجش هست کجا آیا ین وسیله سنجش در ایران هست؟ خیر آیا ین وسیله سنجش در ژاپن هست؟ بله دقت فرمودید ببینید ما داریم با همین مفهوم داریم حالا تحلیل میکنیم آیا ین در حساب جاری در ژاپن وسیله حفظ ارزش هست یا نیست دوستان عزیز احسنت بر شما پس شما اگر که همون آدم باشید از ایران برید ژاپن پولتون میذارید تو حساب جاری بمونه زیادم ولخرجی نمی کنید چون میدونید که با پول میتوانید در طول زمان حفظ ارزش کنید اما اگر ایران باشید میدانید که طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو کدام کشور داشته دوستان؟ طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو کدام کشور داشته؟ بله میگذریم همون کشوری که ادعا میکنه که من بانک داریم تنها بانکداری سالم دنیاست بگذریم دوستان اصلا چیزی نگیم بهتر بسیار خوب خب دوستان عزیز شما متوجه شدید شما خودتون رو گذاشتید جای یک شهروند دیدید که رفتار شما در قبال پول در حساب جاری پول رسمی کشور در حساب جاری بین ایران و ژاپن کاملا متفاوته دریافتیم درسته دوستان خب حالا یک دو نفر بشری پیدا شدن در کشور ما یکیشون در بخش خصوصی مورد احترام است دیگری در سطح بسیار بالای حاکمیت قرار داره این آقایون هر دو نفر اومدن نسبت جی دی پی نسبت ام 2 یعنی نسبت پول حالا تعریف خاصی از پول رو در نظر گرفتن نسبت پول رو به تولید ناخالص ملی در نظر میگیرن میگن در ایران به ازای این حجم تولید ناخالص ملی ما 60 درصد پول داریم در ژاپن 250 درصد پول داریم بعد میگن چی؟ میگن پس شما میتونی این 60 درصد رو برسونی به 250 درصد بدون اینکه مشکلی پیش بیاد آیا این تحلیل درست هست یا درست نیست دوستان عزیز تا همینجا اصلا جلوتن نرفتیم ما اصلا ما هیچی نگفتیم هنوز ما حتی یک کلمه از مقاله رو نخوندیم آیا پولی که شما در ایران داری آقای آیکیو آیا پولی که در ایران داری با پولی که در ژاپن داری قابل مقایسه هست یا قابل مقایسه نیست آیا اینا یکی هستند خیر اینها یکی نیستند در ژاپن پول وسیله حفظ ارزش هست بنابراین وقتی پول چاپ میشه خیلی وقتها افراد این پول رو نگه میدارن بنابراین این نظام هر چقدر پول چاپ کنه چون مردم اعتماد دارن چون انتظارات تورمی پایینه چون ریاست بانک مرکزی اعتبار داره چون سرمایه اجتماعی دولتش داره هر چقدر پول چاپ بکنه این پول در حساب افراد چه بسا در حساب جاری افراد میماند بدون اینکه مشکلی پیش بیاورد اما مقایسه کنید با کشور عزیز خودمون که وقتی پول چاپ میکنی آقایی که شما مسئول کشور هستی این تورم 70 درصدی رو به وجود آوردی مرتب میخوای بندازی گردن دیگران تو با همین تحلیلت نشون دادی خودت عامل تورم هستی وقتی تا این حد نمیدانیم در همین اسلاید اول ما رسیدیم به این ادعایی که این مسئول عالی رتبه کشور مطرح کرده رسیدیم که این تحلیلش 100 درصد غلط و بسیار مخربه یعنی شما وقتی که مقدار پول رو در جامعه از 60 درصد جی دی پی بکنید 120 درصد جی دی پی تورمتون فقط 100 درصد رشد نمیکنه عزیزان من تورم شما ممکنه به ابر تورم منجر بشه چرا برای اینکه ماهیت پول از نظر پول بودن در ایران ضعیف تر است نسبت به ژاپن نقشه حفظ ارزش پولی که ایران داره ضعیفتر نسبت به ژاپن خب این قسمت اول قسمت دوم حالا که در ایران شما که حقوق میگیرید حاضر نیستید حقوقتون رو چند ماه در حساب نگه دارید اولین کاری که به ذهنتون میرسه چی هست دوستان خب آقای, آقای پایین نوشتن دارایی خرید خرید دلار حالا نه قبل از اون یعنی الان رو نبینی. سه سال پیش رو ببینید چهار سال پیش رو ببینید در حسابتون یه پولی اومده حالا میگید که آقا این سه ماه مثلا دلار رشد نمیکنه طلا رشد نمیکنه تو این سه ماه چه کار میکنه دوستان احسن از حساب جاری نه فعلا به طلا و نرسیدیم از حساب جاری میبری تو حساب چی میبری تو حساب پسنداز تو حساب سپرده حالا سپرده ممکنه سه ماهه باشه ممکنه شیش ماهه باشه ممکنه یک ساله باشه ممکنه پنج ساله باشه دقت میفرمایید در ادبیات اقتصادی اون پولی که از حساب جاری شما منتقل شد به حساب سپرده شما آیا با توجه به نقش های پول همچنان پول هست یا پول نیست دوستان عزیز الان این پولی که رفت در حساب جاری با چه نیتی رفت در حساب جاری با چه نیتی رفت با نیت وسیله حفظ ارزش اینها هر دو واحدشون ریال بود هر دو به خاطر اینکه ریال بودن وسیله سنجش بودند اما در حالت فعلی در وقتی که شما از حساب جاری پول منتقل میکنید به حساب پسنداز این حساب پسنداز نقشش حفظ ارزش هست ولی یک کار دیگر رو نمیتونه انجام بده این حساب پس البته در ایران میتونه چون ما استثناییم با همه فرق داریم با همه دنیا در ایران حساب پس انداز کوتاه مدت هست سودم میده شما میتونی هر وقت خواستی مبادله کنی به کارتت هم وصله خیلی خوش میگذره هیچ جای دنیا اینجوری نیست دقیق میفرمایید یعنی یک مقداری هرچه که این در واقع بازدهی که البته بازدهیش به شدت منفیه در ایران این رو بگذاریم یعنی الان نمیخوام روش خیلی انتقاد کنم ولی در سال 96 قطعا انتقاد داشته قطعا انتقاد داشته واقعا نمیدونم چقدر من تاسف میخورم در سال 96 فقط اگر نرخای بهره روی حسابهای کوتاه مدت پسنداز رو صفر کرده بودند نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی چند درصد کاهش پیدا میکرد دقیقا میفرد که حالا بعدا اگر شد به این مباحث میپردازیم و خدمتون توضیح خواهیم داد اما شما وقتی همون پول رو از حساب جارید با دو تا کلیک منتقل میکنی به حساب پس اندازت حالا دیگه نه از نظر نقش پول به شدت تضعیف میشود این پول در ادبیات اقتصادی بهش میگن شبه پول چرا بهش میگن شپ پول چون مهمترین نقش پول وسیله مبادله است وقتی شما به حساب پس انداز میبری دیگه با اون سرعت مبادله نمی کنی هر چند که ممکنه در کشور ما آزاد باشه مبادله کردن ولی بازم پولی که در حساب جاری وجود داره نیت افرادی است که به سرعت این پول خرج کنند اما پولی که در حساب پسنداز هست با اون سرعت افراد خرج نمی کنند دقت فرمودید با آن سرعت خرج نمی کنم. من دارم یک مفهوم جدید رو به پول اضافه می کنم که خیلی مهمه و عجین هست در با پول در هر تحلیلی که شما بخواید داشته باشید و آن سرعت گردش پول هست پول ممکن است یک جایی حبس بشه از کجا حبس بشه ممکنه که در ذهن شما یک مانع ذهنی در جهت این خرج کردن به وجود بیاد همین که پول رو از حساب جاری منتقل میکنید به حساب پسنداز احتمالا در ذهن شما ممکنه که یک مانع به وجود بیاد و سرعت گردش این پول کاهش پیدا بکنه وقتی سرعت گردش پول کاهش پیدا کنه این نوع جدید پول رو از یک جهت ما نام شپ پول میدهیم و از جهت دیگر ما اعلام میکنیم که در واقع نقد پذیری حالا برخی ها ترجمه کردن که درست نیست نقد شوندگی یا لیکویدیتی پول کاهش پیدا می کند لیکویدیتی ریسک پول افزایش پیدا می کند خب تا اینجا مشخص شد دوستان اگر سوالی هست بفرمایید اگر نه بریم سراغ بیت کوین بسیار سوالی نیست خب دوستان عزیز سوالی که من قبل از این مباحث مطرح کردم این بود که آیا بیت کوین پول هست یا پول نیست آیا بیت کوین پول هست یا پول نیست بیاید با هم دیگه از همین ابزار سگانه استفاده کنیم از همین نقش های سگانه استفاده کنیم ببینیم بیت کوین پول هست یا پول نیست خب نکته اول مهمترین نقش پول وسیله مبادله است آیا بیت کوین وسیله مبادله هست یا وسیله مبادله نیست این رو بفرمایید آها بله بیت کوین وسیله مبادله هست در جامعه به صورت روزمره استفاده نمیشه دقت میفرمایید این که بیت کوین در مقابل خودش مبادله میشه و در مقابل سایر رمز ارزها مبادله میشه یک مقداری با تعریف ما ممکنه در تناقض قرار بگیره یعنی ما وقتی میگیم وسیله مبادله یعنی شما بتوانید دو تا کالای دیگر رو از طریق این مبادله کنید نه اینکه بیت کوین رو با اتریوم مبادله کنی اتریوم رو با بیت کوین دقت میفرمایید ولی در بازار سیاه و در بازار غیر رسمی و در بازار زیرزمینی و در بازار غیر قانونی در بسیاری مواقع از بیت کوین به عنوان وسیله مبادله استفاده می شود و در کشور ما که محدودیت های تجارت خارجی داره خیلی وقتا افراد از بیت کوین برای انتقال ارزش کالاهایی که خریداری می کنند استفاده می کنند. پس بیت کوین تا یک سطحی می توانیم بگیم وسیله مبادله هست ولی این مبادلات بسیار محدود و بیشتر در بازارهای خاص هست که استفاده می شود آیا بیت کوین وسیله حفظ ارزش هست یا نه این خیلی عجیبه این نکته بعدی حفظ ارزش بله اکثر دوستان اینجا جواب دادن که بیت کوین وسیله حفظ ارزش نیست بله میفرمایید اول باید به پول تبدیل بشه بله بله گفتن که اول باید به پول تبدیل بشه بعد اگر به پول تبدیل بشه اون وقت پوله که وسیله مبادله است دقیق میفرمایید پوله که وسیله مبادله است خب آیا بیت کوین وسیله مبادله هست یا نیست وسیله مبادله بود آیا وسیله حفظ ارزش هست یا نه این خیلی عجیبه چرا برای اینکه برداشت اینه که بیت کوین نمیتواند وسیله حفظ ارزش باشد چرا نمیتواند وسیله حفظ ارزش باشه چون نوسانات بسیار زیادی داره دقت میفرمایید در گذشته برداشت این بود در گذشته برداشت این بود که اگر که اگر یک در واقع وسیله مبادله که پول باشه باید قطعا از ثبات ارزش برخوردار باشد وگرنه افراد از این وسیله مبادله یا از این پول فرار خواهند کرد اما واقعیت این هست که دیده شد علا رقم بی بسیار بالایی که بیت کوین داره و کریپتو ها به طور کلی دنیای کریپتو داره به عنوان یک جایگزین برای حفظ ارزش با دید بلند مدت اتفاقا استفاده می شود خیلی عجیبه هیچکس انتظار این قضیه رو نداشته اونهایی که مخالف کریپتو بودند و رمز ارز بودند همیشه این مسئله را مطرح کردند که این بازار هیچ نهاد گذار پولی نداره بنابراین ارزش این بازار اصلا معلوم نیست چه هست میتونه مثلا یه روزی 63 هزار دلار باشه دو ماه بعدش میتونه مثلا 20 هزار دلار باشه دقت میفرمایید خب پس, پس این رو دقت بفرمایید که بیت کوینی که ما فکر میکردیم یا بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران تصورشون این بود که چون در واقع از اصلا نوسان قیمت در این بازار ذات این بازار هست پس بیت کوین نمیتواند نقش پول را ایفا بکند اما ما میبینیم بیت کوین نقش پول را ایفا میکند هم نقش وسیله مبادله را ایفا میکنه هم نقش حفظ ارزش را ایفا میکنه ولی یک مسئله هست که مطلقا از این نظر نمیتونیم بگیم بیت کوین پول هست و اون وسیله سنجش است. کالاها و خدمات رو با بیت کوین نمی سنجند. کریپتوهای دیگر رو با بیت کوین می سنجند. آلت کوین ها و شت کوین ها رو با بیت کوین می سنجند. اتریوم رو با بیت کوین ممکنه نرخ تبدیل رو حساب کنند. اما از سه نقش پول دو نقش پول یک مقداری در واقع به طور ضعیف در بیت کوین حضور داره ولی نقش وسیله سنجش در بیت کوین کاملا قائب هست علا رغم همه اینها چون بیت کوین به عنوان وسیله مبادره و به عنوان وسیله حفظ ارزش به کار می رود ما می توانیم بیت کوین را یک نوع ضعیف از پول بدانیم دقت فرمودید می توانیم بیت کوین و به طور مشخص کل کریپتو رو می توانیم نوع ضعیفی از پول در نظر بگیریم اما میریم سراغ اسلاید بعدی انواع پول چیست حالا ما این اسلاید رو میخوایم توضیح بدیم و این اسلاید مثل اسلاید قبل بسیار, بسیار بسیار برای ما مهم هست بسیار انواع پول چیست ما عرض کردیم خدمتتون هر کالایی رو شما داشته باشید هر چیزی رو که شما در اقتصاد داشته باشید که این بتواند اون سه نقشی که ما خدمت شما تعریف کردیم پوشش بدهد پس پول هست پس پول به حساب می آید ما مثال پول داخل بانک رو زدیم که از حسابی به حساب دیگر منتقل می شود از نظر نقش پول تغییر ماهیت می دهد ما مثال کریپتو رو زدیم الان می خوام تا مثال خدمت شما بزنم در دنیای مدرن پول چیزی به جز تعهد نیست خیلی عجیب است این مسئله که خدمت شما عرض میکنم در دنیای مدرن پول چیزی به جز تعهد نیست حالا برگردیم به دنیای ما قبل مدرن اول دوستان عزیز در دنیای ما قبل مدرن در طی دو سه هزار سال گذشته بهترین ماهیت پول چه بوده؟ یعنی بهترین نوع پول که همه قبول داشتن به عنوان پول چه بوده؟ احسنت طلا و نقره بعضی وقتا میگن نظام دو ارزی بوده، نظام دو فلزی در جریان بوده. یعنی طلا و نقره بیش از هر نوع دیگر پول، بیش از هر نوع دیگر پول در دنیای ما قبل مدرن به عنوان ابزار مبادله و به عنوان ابزار حفظ ارزش و به عنوان وسیله سنجش به کار میرفته است خب خب حالا یک مسئله وجود داره وقتی که طلا و نقره به عنوان ابزار مبادله به کار میرفته نکته که هست این هست که آیا کمیابی طلا و نقره زیاده یا کمه آیا طلا و نقره همه جا ریخته هر کس بخواد میتونه یک کیلو پول برداره بره و و خرید و فروش کنه احسنت بر شما کمیابی طلا و نقره بسیار کمیاب بود بگیم نایاب بوده کمیاب کمیاب بوده دقت میفرمایید وقتی که این کالایی که شما به عنوان پول در نظر گرفتید یعنی طلا و نقره کمیاب هست آیا اولا آیا همین جوری طلا نقره به کار میرفته یا فرد دیگری بوده رو این طلا نقره کاری انجام میداده که به پول تبدیل شود این هم یک نکته خیلی مهمه آیا هر نوع طلا و نقره به کار میرفته؟ در ابتدا بله در ابتدا هر نوع طلا و نقره به کار میرفته ولی بعدها حاکمیت حکومت آمده و این طلا و نقره رو چیکار کرده دوستان؟ ضرب کرده تبدیل به سکه کرده پس تا دنیای ما قبل مدر یک نوع پول بیشتر وجود نداشته و آن سکه بوده سکه طلا و سکه نقره حالا نکته اینجاست که وقتی سکه طلا و سکه نقره حاکمیت و دولت و شاهنشاه و پادشاه می اومدن این در واقع پولها رو ضرب می کردن. آیا مردم می رفتن تو خونهشون اینا رو زوب می کردن یا نه سعی میکردن کردن حفظش کنن پولی ضرب می شده آیا این پولی که ضرب شده رو مردم می بردن تو خونه زوبش میکردن از تلاش استفاده کنن یا اینکه چیکار میکردن حفظش میکردن آها آها من نکته اساسی اینجاست که پول حتی در دنیای باستان حتی در دنیای ما قبل مدرن درسته که پول کمیاب بوده درسته که طلا و نقره گران بودند اما نسبت به،, به, وزن و نسبت به ارزش طلا اون سکه که ضرب می شده همواره بالاتر بوده دقت میفرمایید این نکته ای بود که سالها اقتصاددانان بحث می کردند. یعنی میگفتن که ما باید سراغ پولی ببرم چنیدی در کشور ما هم شروع کردن دیگه پول طلا پول طلا دقت میفرمایید این پول طلا یعنی تبع ابر تورم در کشور بعد افرادی که اینو مطرح میکنن اتفاقا خیلی هم ادعای نمیدونم دیانت و انقلابی گری و اینام دارن خب پول طلا یعنی این که یعنی که ریال کامل از بین بره دیگه ارزش ریال به صفر برسه یعنی ح... الان 6 شیش... 6 میلیون میلیارد تومان کامل از بین بره ببینید چقدر مردم از دست خواهند داد خب دوستان دقت بفرمایید حالا اینو خدمتتون داشم عرض کردم در دنیای ما قبل مدرن هم وقتی که سکه ای ضرب میشد این سکه در مدار قرار نمی گرفت مگر اینکه ارزشی که روی این سکه عنوان شده حک شده نسبت به طلای این سکه نسبت به نقره این سکه ارزش بالاتری داشته باشه نکته اینجاست که بعدها سالیان سال بعد آقای فریدمن میلتون فریدمن اقتصاددان بزرگ این نظر رو اعلام کرد که حتی در پول سنتی طلا و نقره این نو پول هم یک نو پول حاکمیتی یا فیات هست یعنی چه؟ یعنی مثلا یک سکه صد ریالی مثلا یا صد دیناری مثلا شما یک سکه طلای صد دیناری دریافت میکنید وقتی ارزش طلای این سکه 100 دیناری رو شما در نظر میگیرید میبینید 90 دینار بیشتر نمیشود خب ولی ارزش سکه‌ای که مردم مبادله میکنند به عنوان 100 دینار معامله میکنند فاصله بین نود و 100 از کجا ناشی میشود دوستان عزیزم از حکمران ناشی میشود پس بنابراین پولی رو که به, پشتوانه دولت یا به پشتوانه حاکمیت یا به پشتوانه حکمران رایج می شود ما تحت عنوان پول حاکمیتی می شناسیم اسم دیگر پول حاکمیتی فیات مانی هست پول حاکمیتی یا فیات مانی خب اینو یاد گرفتیم دوستان پس تمام پولهای دنیای ما قبل مدرن هم به عبارتی پول حاکمیتی بودند و فیاتمانی بوده است و جالب اینجاست که اگر ارزش طلا بالا میرفت و ارزش اون پول در واقع تضعیف میشد خیلی راحت افراد پول را زوب میکردن و تبدیل به طلا میکردن این خیلی یعنی قدرت حاکمیت که تضعیف میشده پولش هم از بین میرفته پولش هم ت... زوب میشده تا حاکمیت جدیدی بیاد پول جدیدی ضرب کند خب پس حالا بریم جلو ولی در دنیای مدرن در واقع ماهیت پول همان تعهد است تعهد می شود پول ما مثال می زنیم از بخش خصوصی از چک چک یک ابزاری هست که تجار استفاده می کنند که به همدیگه مبالغی رو منتقل کنند فرض کنید بنده شما از من یک طلبی دارید من به جایی که امروز خدمت شما این طلب رو ارائه بدهم بنده یک چکی برای شما می نویسم به تاریخ یک سال بعد دقیق فرمودید شما این رو به مدت یک سال نگه می دارید. بعد از یک سال به بانک می روید پول خودتون رو دریافت می کنید. در این یک سال آیا چک صرف نظر از تورم بحث تورم متوجه شدید بحث پول داغ و متوجه شدید بعدا هم دوباره بهش برمی گردیم در این یک سال آیا آن چک وسیله حفظ ارزش هست یا نیست؟ آیا چک در آن یک سال وسیله حفظ ارزش هست یا نه؟ احسنت باش. بله در آن یک سال وسیله حفظ ارزشه اما نکته عجیب تر این هست که حالا این تیکه کاغذ رو آیا ممکنه اگر شما دریافت میکنید این رو به کس دیگری منتقل کنید آیا ممکنه به فرد دیگری این رو منتقل کنید نه اینجا دیگه تورم هم باشه شما این کارو کنید اتفاقا اتفاقا تورم هم باشه این کارو میکنید بله خیلی راحت شما میتونید پشت نویسی بکنید بازاری قدیم میگفتن چی؟ میگفتن زهر نویسی بکنید زهر با تازاست نا دوستان با اون زهر چیز اشتباه نگیرید وقتی فکر کنید مسموم بشید و اینا نه زهر نویسی زهر یعنی پشت پشت نویسی بکنید در زبان انگلیسی هم همین عبارت به کار میره پشت نویسی بکنید و این دو که پشت نویسی کردید این وسیله رو میتونید به کس دیگری منتقل کنید بر شما یک چکی به تاریخ سال بعد دارید شما این چک رو به فرد دیگری منتقل میکنید آیا اون فرد دوم میتونه به فرد سوم منتقل کنه به فرد چهارم منتقل کنه اصلا خیلی وقتا زهر نمیشه چک در وچه حامله آقای فکر کنم آقای ساله مالکی هم تو کلاس هم. خیلی خوش آمدید آقا ساله <applause> بله فکر... ببینید خیلی وقتا در تمام در تمام سال این در واقع گردش میکنه در وچه حامله دقت فرمودید خب وقتی که پول در توجه حامله و هر روز داره مبادله میشه هر روز داره دست به دست میشه آیا این دست به دست آه من میخواستم حالا آیا چیز من نمیخوام توضیح بدم و دوستان میگن الان دیگه زهرنویسی نویسی به نام طرف ثبت میکنیم دقیقا دقیقا حالا این خدمت رو عرض میکنم میخوام به همینجا برسیم زیاد عجله نکنید ای زن من خب وقتی که یک شما یک ابزاری دارید که ارزش رو به مدت یک سال نگه میداره که مبادله هم میشه که وسیله مبادله هم میتونه باشه که فرد میگه من الان یک چک یک میلیون تومانی دارم من اینو به تو میدم تو این کالا رو به من بده تو بعدا برو اینو پاس کن و این قبول میشود در جامعه آیا این چک که تعهد یک فرد یک بخش خصوصی است حالا ممکنه چک دولتی هم باشه ولی کلا تعهد معمولا چک تعهد بخش خصوصی است آیا ما تعهد بخش خصوصی به صورت چک را می توانیم وسیله مبادله و وسیله حفظ ارزش و وسیله سنجش بدانیم بله می توانیم پس تعهد خصوصی یا چک یک نوع یک نوع چه هست دوستان عزیز یک نوع پوله پس چک به طور کلی یک نوع پوله خب دوستان عزیز ما یک نوع در واقع از انواع پول یکی رو مطرح کردیم تعهد خصوصی بود آره یک نوع مطرح کردیم تعهد خصوصی بود بقیه رم بقیه من یک زنگ تفریح میدم خدمتون الان ساعت 9.50 دقیقه است تا ساعت 10 استراحت بفرمایید ما از دوستان آنلاین خداحافظی میکنیم بعد از ساعت 10 انشالله ادامه میدیم انواع پول رو انشالله با هم دیگه ادامه خواهیم داد مطالب زیادی است که باید خدمت عرض کنم فعلا خدای یار و نگهدار شما در پناه حق به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان نیمه دوم جلسه اول دوره سیاستگزاری پولی مدرن رو خدمت شما هستیم در نیمه اول نقش پول رو خدمت شما به تفصیل توضیح دادیم و همچنین از انواع پول تعهد خصوصی رو داشتیم بحث می کردیم چک یا تعهد خصوصی و به این مسئله اشاره کردیم که چک یا تعهد خصوصی هم وسیله حفظ ارزش می تواند باشد و هم ابزار مبادله می تواند باشد پس این دوتا رو مد نظر داشته باشید تا ما ادامه بدیم و بریم سراغ بقیه خب دوستان عزیز الان من خدمت شما یک سوالی دارم فرض کنید که یک فرد بدنامی یک فرد ورشکسته ای این به شما یک چکی بدهد دقت فرمودید این چکی که فرد بدنام میدهد آیا وسیله حفظ ارزش هست یا خیر آیا وسیله مبادله هست یا خیر احسنت بر شما همه بالاتفاق وسیله مبادله هست نه ببینید همه بالاتفاق به این نتیجه رسیدید که اگر چک به وسیله اگر چک به ابزار مبادله تبدیل می شود و اگر چک به وسیله حفظ ارزش تبدیل می شود این به واسطه اعتباری است که آن چک کشنده اون کسی که چک رو ارائه داده آن کسی که پشت چک هست به واسطه اعتبار اون فرد هست که شما میبینید که چی میشه که چک به عنوان ابزار مبادله مطرح میشه این تا اینجا شناخته شد حالا یه مسئله دیگر رو در نظر بگیرید فرض کنید که چک کشیده می شود فرض کنید که چک آقای چیز گفتن که اعتبار چک دهنده با اعتبار قانون اینکه قانون از حقوق افراد باید حمایت کنه بله اینطور هست ولی اینکه بگیم حاکمیت اعتبار داده به چک دهنده اتفاقا چنین چیزی نیست حالا وقتی جلوتر رفتیم شما خواهید دید که که چقدر مسئله فرق میکنه و چقدر ابزار چک میتواند ابزار مهمی باشد و چقدر پول خصوصی واقعا میتواند اقتصاد رو رشد بده گسترش بده اگر جایگزین بشود با انواع مختلف پولی که وجود دارد و چقدر قانون چک کشور ما چقدر مترقی است که شما میرید چک رو در یک سامانه فعلا در یک سامانه شما این چک رو در واقع ثبت نام میکنید و در آینده بنابر این هست البته من امیدی به این بانک مرکزی ندارم که این کار رو انجام بده ولی طبق قانون بنابر این است که در مورد هر شخصی که چک دست چک داره و چک رو در اختیار فرد دیگری قرار میده شما بتوانید تحقیق کنید شما بتوانید یک اعتبار سنجی انجام بدهید و این بسیار یک محیط بسیار شاداب اقتصادی رو همین قانون چک ما که به باور بنده قانون بسیار پیشرفته هست یک محیط خیلی شاداب اقتصادی رو میتونه ایجاد بکنه دقیق فرمودید خب حالا سوال اینجاست که فرض کنید یک فردی به بنده یک چکی داده برای سال آینده ما از این چک به عنوان ذخیره ارزش استفاده کردیم بعد این چک رو منتقل به فرد دیگری کردیم وسیله مبادله هم بوده در اسنای اینکه قبل از اینکه به سر رسید برسه در طول دوره چک فرض کنید که این فردی که چک رو در ابتدا کشیده بود این چک رو صادر کرده بود این فرد ورشکسته شکسته اعلام بشود به نظر شما چه بر سر آن چک خواهد آمد دقیقه فرمود چه شو سوال به نظر شما چه بر سر آن, ف... آن چک خواهد آمد احسنت آیا الان سوال اینجا اینه ببینید دو تا مسئله است یکی سرنوشت آن چک چه می شود؟ سوال دوم این هست که آیا همچنان این چک به عنوان پول ابزار مبادله و حفظ ارزش هست یا نیست؟ احسن آقای افشاری هست یا نیست دوستان؟ آیا همچنان اگر یک فردی اگر فردی چکی از فرد دیگری در دست داره این فرمایید فردی چکی از فرد دیگری در دست داره صادر کننده چک بر شکست می شود آیا شما حاضرین چک بپذیری؟ آیا فرد دیگر حاضر است چک رو بپذیری؟ نقش وسیله مبادله این چک به شدت تضعیف می شود نقش ذخیره ارزش این چک به شدت تضعیف می شود ولی کاملا از بین نمی رود یک سری مؤسسات هستند مؤسسات شرخر هستند یک سری مؤسسات هستند مؤسسات حقوقی هستند آن وکیل و حقوقدان میاد احتمال این که این چک اگر بره در لیست تعهدات آن فرد ورشکسته قرار بگیره در دادگاه و برنده بشود را میسنجد دقت میفرمایید اگر که اگر که این احتمال بالا باشه یا بالاخره هر احتمالی داشته باشه احتمال اینکه این, این چک را خریداری کند و برود به دنبال وصول چک هست بنابراین اینطور نیست که این چک کاملا ارزشش را از دست بده ولی وارد یک فرایند قانونی می شود و به شدت ارزش این چک به شدت افت می کند و از نقش وسیله مبادله بودن و وسیله حفظ ارزش بودن کاملا کاسته می شود این پول اگر هم پول باشد آن پول سابق نیست به نظر شما یک شرایط این چنینی اگر ما کل پول ها رو در جامعه کل پول های جامعه رو ما با در واقع با چک جایگزین کنیم آیا به نفع اقتصاده یا به ضرر اقتصاده پس ما انواع مختلف چک داریم اما میایم و بیشتر از چک استفاده ببخشید انواع مختلف پول داریم اما بیشتر از چک استفاده میکنیم آیا این به نفع اقتصادی یا به ضرر اقتصاده آیا در چنین اقتصادی چه زمانی پول چاپ می شود زمانی که چک صادر بشود چه زمانی چک صادر می شود دوستان چه زمانی چک صادر می شود بله اعتبار وجود داره ولی یک لزومی هم داره که این چک صادر بشه دیگه وقتی بدهی وجود داشته باشه وقتی پول دریافت شود هر وقت هر وقت پول نیست هر زمان که نیاز از پولم هست چرا پول نیست در بازار که با چک کار میکنند پول هم داشته باشن چک میده برای یه ماه دیگه چک میده برای دو ماه دیگه یک و یک یکی از اون وقت مسئولیت های این فرد بازاری اینه که هر روز چکاشو پاس کنه و مواظب باشه که ببینه هفته بعد دو هفته بعد به اندازه کافی پول تو حسابش میاد که چک پاس بشود یا نه دقت میفرمایید در چنین شرایطی هر زمانی که شما به پول به عنوان اعتبار و به عنوان ببینید منشاء پول اعتبار یا تعهد خصوصی است هر زمانی که شما نیاز به یک اعتبار داشته باشی این اعتبار در دسترس شما هست و از این اعتبار می به عنوان ابزار سنجش ببخشید حالا بیشتر از ابزار سنجش ابزار حفظ ارزش و ابزار مبادله استفاده بکنیم خب خب این خیلی جالب شد ببینید میگه خلق پول به ثانیه انجام میشود محوه پول هم در زمان مقرر انجام میشود بنابراین حجم پول با نیاز به مقدار تعهدات جامعه بالا پایین میرود در چنین اقتصادی شما به دلیل کمبود پول رکود نخواهید داشت و به دلیل مازاد پول تورم نخواهید داشت متف شدید دوستان نه تورم دارید نه رکود دارید بهترین نوع پول تعهد خصوصی است اشکال کجاست اشکال اینجاست که اگر فرد ورشکست بشود آن پول محو میشود به طور کامل یا بخش بزرگی از ارزش خودش را از دست میده حداقل بخش بزرگ ارزش پول محو خواهد شد آیا وقتی صادر کننده چک ورشکست می شود این نسبت به حالت های دیگر بهتره یا بدتره یعنی ببینید یک وقتی است که صادر کننده یک پولی که تعهد خصوصی باشه ورشکست میشه یه وقتی است که یک پولی یک دولتی که صادر کننده پول دولتی باشه کم میاره یه وقتی هست که یک بانکی که صادر کننده تعهد بانک تجاری است کم میاره یه وقتی هست که بانک مرکزی که صادر کننده تعهد کم میاره به نظر شما اگر قرار باشه در یک جامعه ای اعتبار خدشه دار بشه بهتر اعتبار خصوصی جزئی خرد کوچک خدشه دار بشود یا کل سیستم پولی کشور اعتبارش از دست بده قطعاً بهتره که یک در واقع تقابل قضایی بین کسی که امروز چک رو در اختیار داره و صادر کننده ی روز اول چک در بگیره ولی کل جامعه درگیر نشود یعنی کل جامعه بتواند به مبادلات خودش ادامه بده دقت فرمودید پس بهترین نوع پول تعهد خصوصی است نقطه ضعفش نقطه ضعف تعهد خصوصی و شکستگی و بیاعتباری که در واقع صادر کننده چک باشه نسبت به سایر انواع پول باز هم جلوتر و بهتر هست آقای احمدی سوال کردن میگن که استاد سفته و برات هم همین حکم را پیدا میکنند بله سفته و برات هم میشود تا حدی بگیم که بالاخره قابل مبادله هست ارزش داره دقت میفرمایید ولی ولی در دنیای مدرن اصلا شما به سفت و برات احتیاج نداری همین تعهد پول خصوصی یا چک برای شما کافی است و کارها رو راه میندازه خب سوالی کردن گفتن که خصوصی بهتره چرا که باعث افزایش پای پولی نمیشه حالا پای پولی هم خدمتتون توضیح میدم دیگه حالا اینا بحث داره پس اگر ابزار تعهد تعهد خصوصی توسعه پیدا کنه به نفع اقتصاد بله قطعا اگر ابزار خصوصی در واقع گسترش پیدا کنه به نفع اقتصاده باید برای گسترش ابزار خود در واقع پول خصوصی چه باید کرد دوستان عزیز باید یک سامانه ای به وجود آورد که اطلاعات تمام کسانی که چک صادر میکنن در این سامانه در واقع در اختیار افرادی که این چک رو, چک رو دریافت میکنن باش دقت میفرمایید شما مثلا روی چک یک شماره داره توی فلان اپلیکیشن این شماره رو که میزنید بگه این فرد چند تا چک برگشتی داشته تا الان چند تا چک کشیده اخیرا چند تا چک کشیده تقدر میفرمایید این اطلاعات رو بده و یک, یک اسکوری بهش بدن یک نمره بهش بدن که مثلا این شخص اعتبارش مثلا از 100 چنده هرچی اعتبار بالاتر باشه شما با خیال راحتتر اون چک رو دریافت میکنید دقت فرمودید بله گفتن که ما در کار در دادو ما در کار خودمون با مرتب با چک داد و چک مبادله میکنیم منتها به شرطی ای که این محیط یک محیطی که با ریسک بالا نباشد یعنی ابزارهای تکنولوژی شما در دست بگیرید و در اختیار داشته باشید که این چک شما چی این که شما شما برداشتی از سطح ریسک اعتباری چک داشته باشید خب دوستان عزیز میریم سراغ بحث بعدی یک نوع پول دیگری هست که در حسابهای بانکی در جریان هست خیلی عجیبه اگر من خدمت شما عرض کنم که این پول‌هایی که در حساب‌های بانکی در جریان هست بخش عمده این پول‌ها رو چه کسی به وجود میاره دوستان بانک‌های تجاری به وجود میآورند از چه محلی به وجود می آورند؟ از هیچ خلق می کنند نه دولت نیست اینجا بانک تجاریه از کجا به دست می از هیچ پول خلق می کنند خلق پول از هیچ انجام می شود خب سوال اینجاست که این خلق پول از هیچ در چه قالبی انجام می شود پاسخ این است که وقتی بانک تجاری وام می دهد اعتبار می دهد در واقع دو تا حساب مشتری داره که یک حساب بدهی هست که بانک همون زمان برای مشتری ایجاد میکنه و یک حساب پسنداز یا سپرده هست یا حساب جاری هست که مشتری قبلا احتمالا در بانک داشته اون حساب پسنداز به اندازه مبلغ چک یا اون حساب جاری به اندازه مبلغ چک چه میشود دوستان؟ به اندازه مبلغ چک این شارج میشود و وقتی که شارژ می شود از آن طرف از اون طرف حساب قرض مشتری هم شارژ می شود یعنی این طرف یک میلیون تومن می نویسیم اون طرف یک میلیون تومن می نویسیم پس ابزار خلق پول در دنیای مدرن فقط انگشتان دست است فقط عدد تایپ می شود به مجرد اینکه عدد تایپ بشود شما یک بدهی یک میلیون تومنی داری و از اون طرف هم یک قدرت خرید مازاد یک میلیون تومنی به قدرت خرید گذشته شما اضافه می شود این روش ایجاد پول در دنیای مدرن هست شما این رو مقایسه کنید با ضرب سکه به نظر شما مهمترین تفاوتی که ضرب سکه و تأخود بانک های تجاری در دنیای مدرن داره چیه یعنی پول دنیای مدرن به نسبت به پول دنیای ما قبل چه تفاوتی با هم دارن حالا ظریف فزنده میشه توضیح میدم دیگه خدمتتون آها آفرین بله دوستان دقت بفرمایید برخی از دوستان گفتن که این پولی که در دنیای مدرن هست این اعتبار نداره اون پولی که در دنیای ما قبل مدرن بود آن اعتبار دارد آیا به نظر شما این درسته؟ آها عرض کردم قبلا خدمتتون این پولی که در دنیای مدرن هست نقش حاکمیت درش بیشتره چون اگر که این پول اگر حاکمیت از بین بره این پول مطلقا ارزشی نداره اون پولی که در دنیای ما قبل مدرن هست اون سکه طلا اگر حاکمیت از بین بره ارزش اون سکه طلا به اندازه ارزش طلایش خواهد بود نقش هر دو اگر حاکمیتی نباشد و اگر فیات نباشد نقش حاکمیت در اینجا این است که ارزش هر دو نوع پول رو افزایش داده اما نکته اساسی در تفاوت بین پول مدرن و پول ما قبل مدرن دوستان چیست؟ هزینه خلق پول در دنیای ما قبل مدرن هزینه خلق پول بسیار بسیار بالا بود در دنیای مدرن هزینه خلق پول بسیار پایین تر است ها؟ مشخص شد؟ در دنیای مدرن تقریبا میتونیم بگیم که خلق پول اصلا هزینه ندارد درسته؟ خلق پول اصلا هزینه ندارد در دنیای ما قبل مدرن خلق پول هزینه سنگین داشته است خب به نظر شما این هزینه بالا که ما تحت عنوان مارجینال کاست یا هزینه حاشیه‌ای خلق پول میشناسیم یا ضرب سکه میشناسیم وقتی که هزینه حاشیه ضرب سکه بالا باشه به نظر شما چه خاصیتی در اجتماع داره چرا حاکمیت میرفته به دنبال ضرب سکه طلا و نقره اونم عرض میکنم چرا حاکمیت میرفته به دنبال ضرب سکه طلا و نقره چون نقدینگی کم بوده خب دقدینگی به این دلیل کم بوده که همین همین نکته رو میخوایم بگیم یعنی برعکس گفتید الان میخوایم به این نتیجه برسیم حاکمیت میرفته به دنبال ضرب سکه طلا و نقره به خاطر اینکه طلا و نقره کمیاب بودند و اصلا تقریبا اکثر بخش قریب به اتفاق طلا ذخایر طلا و نقره جوامع تبدیل به پول می شده چرا تبدیل به پول می شده؟ چون به مجرد اینکه طلا تبدیل به پول می شده ارزش افزایش پیدا می کرده. چون ارزش حکمران یا ارزش حاکمیتی یا ارزش فیات هم به ارزش ذاتی طلا اضافه می شده. این مشخص شد تا اینجا یاد گرفتیم دوستان خب چرا طلا و نقره به خاطر اینکه کمیاب بودند. به خاطر اینکه هزینه داشته ضرب که چرا برای اینکه حاکمیت نمیخواست شریک داشته باشه در خلق سکه پس حاکمیت تلاشش بر این بوده که انحصار در خلق پول داشته باشد در دنیای مدرن انحصار حاکم در خلق پول از طریق نظام بانکای تجاری شکسته شد خیلی جالبه نه؟ بانک های تجاری که در دنیای مدرن معمولا خصوصی هستند بانک های تجاری که در دنیای مدرن معمولا خصوصی هستند اینها هستند که خلق پول رو انجام میدهند و ما تاکید داریم و این مقاله تاکید داره برعکس اون چیزی که این دوستان همون افرادی که این مقاله رو اومدن مطرح کردن در کشور ما همان افرادی که درون زای پول را در کشور ما مطرح کردند دقیقا همان افرادی هستند که توصیه می باید بانک های خصوصی جمع بری بشه و در بانک های دولتی ادغام بشود یعنی هرچقدر بخوان میتونن وام بدن اصلا این مقاله که ما قرار بست بررسی کنیم دقیقا به همین سوال جواب میده میگه چرا در دنیای مدرن بانک ها هرچقدر بخواهند نمیتوانند وام بدهند اگر حزینه خلق پول در دنیای مدرن سفره چطور حجم پول به بی نهایت نمیره خب چطور حجم پول به بی نهایت نمیره احسن حالا من این را توضیح میدم انقدر ساده نیست آقای چیز نوشتن نظارت مثلا های متقی نوشتن که نظارت بانکی بله نظارت بانکی باید باشه نظارت بانکی شدید هم باید باشه اما بحث بحث دیگر است. من بعدا خدمت شما بیشتر توضیح خواهم داد خب این خیلی راه داریم دوستان ما تازه اول راه هستیم خیلی راه داریم خب ولی الان متوجه شدیم که در دنیای ما قبل مدرن هزینه هاشیه یه ضرب پول بالا بوده و این به حاکمیت یک اطمینانی میداد که پول که از این سکه فرد دیگر این سکه رو ضرب نخواهد کرد و جالب اینجاست که در طول دنیای ما قبل مدرن در بسیاری از کشورها مجازات خلق پول حاکم به صورت مخفی توسط بخش خصوصی اعدام بوده یعنی حاکم میگفت اگر کسی این قدرت انحصاری من در این قدرت انحصاری من اخلال ایجاد بکنه من اعدامش میکنم چون واقف بودند که اگر این قدرت انحصاری زایل بشود و پول در واقع پول کاذب وارد بازار بشه پول جعلی وارد بازار بشه این باعث تضعیف قدرت حاکم خواهد شد و در دنیای مدرن هم اتفاقا ما این قضیه رو داریم میبینیم یعنی اگر شما تورم به وجود آوردی ارزش پول کاهش پیدا کرد قدرت حاکم به شدت تضعیف خواهد شد خب خانم مرزی یک سوالی مطرح فرمودند. گفتن که آیا حاکمیت از انانسور کمیاب استفاده می کرده تا مقدار پول رو کنترل کنه من برداشتم چنین نیست البته باید به شواهد تاریخی نگاه کنیم ولی برداشت من این هست که حاکمیت هر کشوری تا آنجایی که می توانسته پول ایجاد می کرده اما منابع طلا و نقره به پایان می رسیده ها یعنی مشکل اساسی کمیابی منابع طلا و نقره بوده مسئله دیگر این است که طلا و نقره یه سری خصوصیات خاص دیگری هم داشتند بالاخره اینها کمتر از بین میرفتند با طلا و نقره با فلزات با با عناصر دیگر به سختی ترکیب میشوند و این ماندگاری هم باعث شده که هنوز که هنوزه حتی در دنیای مدرن طلا به عنوان در واقع یک نوع پول به حساب می آید یعنی اون سه تا شرطی که ما مطرح کردیم طلا خیلی بیشتر از به عنوان مثال کریپتوکارنسی و بیت کوین به عنوان مثال نقشه ها رو میتونه ایفا کنه آقای احمد آقای احمدی گفتن آقای احمد احمدی گفتن الان هم اگر فرزن شرکت یا مؤسسه ای بخواد پول مردم رو به جای بانک بگیره و سودی بیشتر از بانک هم بهشون بده فورا میان جمعش میکنن برای زندان میشه طرف دقیقا همینه یعنی یک نوع متاسفانه در کشور ما اینطوره البته اگر طرف داره کلاهبرداری میکنه باید جمعش کنن ولی خیلی از افراد هستن ممکنه بتونن خلق ارزش کنن ولی قدرت انحصاری اجازه نمیدن حالا بانکداری ما هم به صورت انحصاری داره اداره میشه پس برای تخ... تحکیم قدرت پس برای تحکیم قدرت بوده که انحصار <تصح> بله انحصار داشتن و از این خلق پول استفاده میکردن در جهت تجهیز ارتش در جهت آبادانی کشور دقت میفرمایید در جهت تحکیم قدرت خودشون از این قدرت خلق پول استفاده میکردن اگر تضعیف می شد قدرت خلق پول کل قدرت حاکم در واقع تحلیل میرفته خب دوستان عزیز برگردیم به خلق پول بانکی در اینجا من خدمت شما عرض کردم که خیلی راحت ممکنه دو تا تاجر در واقع یک تاجر به تاجر دیگری چکی رو اعطا کنه این چک رو صادر کنه و تا سر رسید این چک به عنوان ابزار مبادله شناخته میشه حالا ما اومدیم گفتیم که تعهد بانک مرکز های تجاری بانک های تجاری می به فردی وام بدهند و تا سر رسید این وام رو دریافت نکنند ببینید ماهیت این دو کاملا یکیست است یعنی هر دو داره تعهد ایجاد میشه از سوی یک طرف و پس از اینکه این, این تعهد ادا می شود کاملا اون در واقع اون تعهد از بین می رود پس پول در دنیای مدرن در دنیای مدرن پول خلق می شود و, و همچنین پول چه می شود دوستان هم پول خلق می شود هم پول محو می شود هم در مثال چک ما اینو دیدیم هم در مثال بانک مرکز بانک, بانک های تجاری ما این رو دیدیم ما در تمام دوره به ماهیت خلق پول بانکی ببینید پول بانکی پولی که در بانک های تجاری خلق شده است بسیار توجه خواهیم کرد اما نکته دیگری که باید خدمتتون عرض کنم این هست که در هر جامعه یک مقدار اسکناس و مسکوک هم وجود دارد در کشور ما تا شش ماه پیش سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی فوق العاده پایین بود یعنی به طور قد زیر دو درصد بود تا از شش ماه پیش تا الان سهم اسکناس و مسکوک در کل نقدینگی افزایش پیدا کرده سوال چطور ممکنه حجم, انتقال... حجم اسکناس و مسکوک تا این حد افزایش پیدا کنه در جامعه کسی میدونه از دوستان حدس بزنید بفرمید اگر خواستید بنویسید لطفا برای یه شیفت شیفته بنویسید یا جای دیگه بنویسید اینجا کپی پیست کنید چون من نمیتونم بخونم شرمنده شما آها آقای شیخ بایی نوشتن در چند ماه گذشته استفاده مردم از پول فیزیکی به شدت افزایش پیدا کرده به حدی که بانک ها پول فیزیکی کم آوردن و اقدام به چاپ پول کردند و کلا پول جامعه نونوار شده یعنی چاپخانه بانک مرکزی در شش ماه گذشته بسیار فعال بوده به نظر شما چرا داره این اتفاق میفته چرا رفتار مردم تغییر کرده احسنت بر آقای رسولی آقای هیدری بله آقای رسول هیدری احسنت بر شما به خاطر مالیات چون نز... چون فضای کسب و کار از طرف دولت ناامن شده و دولت به این قضیه افتخار کرده مردم سعی کردن بخشی از دارایی خودشون از بانک خارج کنند به صورت پول نقد نگه دارن دقت بفرمایید در شرایط تورمی بسیار بالای 70 درصدی مردم تصمیم گرفتن پول نقد نگه دارن ببینید چقدر این خطر, خطر مالیات رو بزرگ میدیدن که این واکنش رو نسبت به مالیات نشون دادن حالا من یه سوال از شما میپرسم <applause> پول کاغذی را چه کسی به وجود می آورد؟ پول کاغذی رو چه کسی به وجود میاره؟ بله آفرین بر بله، دوستان اکثر دوستان درست گفتن پول کاغذی رو در دنیای مدرن نظام بانک های مرکزی به وجود می آورند. اسکناس و مسکوکی که الان در دنیای مدرن هست بانک های مرکزی ایجاد می سوال بعدی تاریخچه اسکناس و مسکوک در دنیای در دنیایی که بانک تجاری به وجود آمد چگونه بوده؟ پاسخ بانک های تجاری که در ابتدا به وجود آمده بودند موجودی سکه های طلا و نقره و حتی وسائل زینتی و وسایل ارزشمند افراد رو دریافت می در ازای آنها یک رسیدی می دادند. همون مثالی که در مورد چک زدم اینجا هم رایج بود این رسید مبادله می شد وقتی بیشتر مبادله می شد بیشتر ارزش پیدا می اصلا کسی نمی رفت این رسید رو دریافت کنه کم کم متوجه شدند برای اینکه شما پول داشته باشی نیازی به پشوانه طلا اصلا نیست یعنی شما بدون پشتوانه شما میتونی پول چاپ کنی در دنیای ما قبل مدرن این در واقع قدرت خلق پول از هیچ باعث شد که تعداد زیادی بانک تجاری مخصوصا در اروپا شکل بگیره و اینا اقدام به انتشار اسکناس بکنند اقدام به اعطای اون رسیدها بکنند و خودشون پولدار بشند و تورم رو در جامعه شیوع بدهند دقیق فرمودید پس این رسید ها باید ما به ازا داشته باید پشتوانه می داشته باید وسیقه و تضمین می داشته <applause> ولی در واقعیت نداشت پس پ... پیدایش اسکناس از سمت بانک های تجاری بوده و چون با مشکل مواجه شد یک بانک تجاری که بعدا تبدیل به یک بانک عمومی شده بود تشکیل شد که فقط این بانک انحصار انتشار اسکناس رو داشته باشه و تا امروز این قضیه ادامه پیدا کرده یعنی شما هیچ اسکناسی پیدا نمی کنید که هیچ اسکناسی پیدا نمی کنید که بانک مرکزی به وجود نیاورده باشد البته در گذشته بانک های تجاری ما اقدام به ایجاد چک پول می کردن که این چک پول به عنوان پول مبادله میشد در واقع همون رسید ها بود حالا اینکه مکانیزمش بشه نحو بوده من اطلاع دقیق ندارم ولی برداشتم این است که به میزان مبلغ این چک پول ها نزد بانک مرکزی اینا وسیقه میگذاشتن ولی در گذشته در ایران بانک های تجاری هم اقدام به یک نوعی از خلق پول کردند که به نظر من به پشتوانه در واقع ذخایر بانک مرکزی می توانستند این خلق پول رو انجام بدهند بسیار خوب پس پول می تواند به جای اینکه تعهد بانک تجاری باشه تعهد بانک مرکزی باشد خب نکته بعدی آیا فقط تعهد بانک مرکزی فقط اسکناس و مسکوک پاسخ اینه که خیر بانک های مرکزی یک نوع دیگری پول خلق میکنند و این پول رو در یک بازار بسته ای که اصلا جامعه با این بازار هیچ گونه ارتباطی نداره قرار میدن امروزه بانک های مرکزی در سراسر دنیا یک سیستم کامپیوتری به وجود می آورن که, بانک که بانک های که بانک تجاری هر کدام از بانک های تجاری نزد بانک مرکزی کساب باز می کنن. پس بانک مرکزی تبدیل میشه به بانک بانک ها در این حساب هر چقدر مبالغ در این حساب هست که تحت عنوان زخایر بانک ها یا سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی شناخته میشه بانک ها میتونن از این ذخایر یا از این سپرده استفاده کنند برای اینکه در طول روز یا در انتهای روز اقدام به تصویه بین خودشون کنند یعنیش اقدام به تصویه کنند یعنی فرض کنید من مشتری بانک ملتم شما مشتری بانک ملی هستید فرض کنید من میخوام یک میلیون تومن از،, از حساب خودم به حساب شما منتقل کنم اگر هیچ مبادله دیگری صورت نگیره باید بانک من به بانک, برا، به بانک شما یک میلیون تومن در بازار بین بانکی تقدیم کند اگر نداشته باشه چی؟ اگر نداشته باشه باید قرض کنه. از کی قرض میکنه؟ از بقیه افرادی که در بازار بین بانکی مازاد مازاد منابع دارند. اگر پیدا نشد باید از کی قرض کنه؟ اگر پیدا نشد از the lender of last resort قرض میکنه the lender of last resort یعنی آخرین وام دهنده. دوستان عزیز، آخرین وام دهنده هر اقتصادی چه کسی است؟ آخرین وام دهنده کیست؟ احسن آخرین وام دهنده بانک مرکزی است پس الان ما دو تا نقش برای بانک مرکزی فعلا تعیین کردیم گفتیم پول رایج اسکناس و مسکوک رو بانک مرکزی قدرت انصاری داره و منتشر میکنه و نکته دوم چه بود نکته دومم این بود که بانک مرکزی آخرین قرض دهنده است به نظام بانکی خب مسئله ارز کردم خدمتتون پول بانکی نزد بانک مرکزی از طریق سپرده در واقع سپرده ای است که در یک بازار بسته قرار دارد. خب یعنی چه؟ یعنی اگر بانکی پول کماورد نمیتواند از پولی که در حساب های بانک به صورت الکترونیکی ذخیره شده به بانک مرکزی تقدیم کند. این امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ به همان دلیلی که اگر یک تاجر چکی کشید و پول کم آورد نمیتونه بیاد سراغ بانک بگه من یه چک به شما میدم شما فعلا در واقع این در واقع به, به حساب من اضافه کن این مبلغ رو میگه چک تو یک تعهده تو الان باید پاس کنی نمیشه که پول خودتو بیا به من بدی پول منو باید به من بدی دقت میفرمایید نظام بانکی میگه که اون چکی که روز اول کشیدی باید مطمئن میشدی که پولی از نوع پول من از نوع پول بانک تجاری به اندازه کافی در روز سر رسید به حساب تو منتقل میشد ها مشخص شد پس این نوع پول ها میتونه کاملا با همدیگه متفاوت باشه و در یک جاهایی میتونه به صورت پارالل و به صورت موازی عمل بکنه ولی قابلیت تبدیل به هم نداشته باشه پس چک رو نمیشه جای پول در به نظام بانکی غالب کرد همانطور هم پول الکترونیک بانک مرکزی رو نمیشه بد. پول الکترونیک نظام بانکی رو نمیشود به جای پول بانک مرکزی به بانک مرکزی تحمیل کرد خب دوستان عزیز حالا من این سوال دارم بعضی وقتا اینطوری اتفاق میفته که یک بانک کم داره منابع کم داره امروز میخواد تصویه کنه بنز کافی پول در بازار بین بانکی ندارد آیا ممکنه که بانک پول نقدی که در اختیار داره موجودی صندوق رو به بانک مرکزی اعطا کنه و بانک مرکزی حساب زخارش رو به همون میزان شارژ کنه آها خیلی عجیبه دیگه دقت فرمودید ما گفتیم امکان نداره ما گفتیم امکان نداره بانک های تجاری پولی رو که در حساب های خودشون عرض کردم امکان نداره که بانک های تجاری پولی رو که در حساب های خودشون هست منتقل کنند به بانک مرکزی این امکانش نیست آفرین یکی جواب درست داد آقای سعید نیکختر جایزه امشب متعلق است به آقای سعید نیکختر آقای سعید نیکختر چی نوشتن؟ نوشتن اسکناس پول خود بانک مرکزی است دقت فرمودید اسکناس پول خود بانک مرکزی است وقتی از همان جنس است بله می شود می شود این بانکی که امروز کم آورده موجودی صندوق خودشو به بانک مرکزی منتقل کند همانطور که برعکسش خیلی وقتا اتفاق میفته به صورت روزانه یعنی اگر بانک ها موجودی نقد کم بیاورند خیلی راحت میتونن یه پیک بفرستن در بانک مرکزی بگن از حساب ذخایر من کم کن به جاش به من چی بده دوستان به جاش به من اسکناس بده از حساب ذخایر کم کن به جاش به من اسکناس این امکان پذیره چرا امکان پذیره؟ چون پول بانک مرکزی به دو نوع و قابل تبدیل به هم هستند یکی اسکناس و مسکوک البته اینا رو در یک کتگوری ما قرار دادیم در یک طبق بندی قرار دادیم یک اسکناس و مسکوک دوم چی؟ دوم حساب زخایر نزد بانک مرکزی پس یک اسکناس و مسکوک و دوم حساب زخایر نزد بانک مرکزی همون ریزروی که دوستان نوشتن یا حساب سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی حالا ما یک اصطلاح هم به شما یاد بدیم چون برخی از دوستان به این اصطلاح اشاره کردن و اون این هست که به مجموع کل ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی مثلا ممکنه ما مثلا در کشور 25 تا دا بانک داشته باشیم هر کدوم از این بانک ها هر کدام از این بانک ها نزد بانک مرکزی یک چی دارن دوستان بذارید من اینجا براتون بکشم ببینید بله ملاحظه بفرمایید دوستان فرض کنید این حساب بانک مرکزی است این صندوق بانک مرکزی است مثلا به این صورت خب هر کدام از بانک ها در این صندوق بانک مرکزی یک چی دارن یک مبلغ یک در واقع حسابی دارن ببین من اینو اینجوری تقسیم بندی میکنم بانک اول بانک دوم بانک سوم بانک چهارم بانک پنجم ببینید هر کدام از بانک ها نزد این 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 چیه دوستان این چیه بانک, بانک. این بانک مرکزی است این بانک مرکزی است کجاست این حساب ذخایر بانک مرکزی است بانک مرکزی با شیفته باید بگیریم بانک مرکزی دقت فرمودید این بانک مرکزی حالا بانک های متعدد توش حضور دارن این بانک اوله این بانک دومه این بانک سومه این بانک چهارمه خب مقدار ذخایر هر کدوم از این بانک ها با همدیگه متفاوته و این هم بانک پنجمه فرض کنید اقتصاد 5 تا بانک داره یه دونه دیگه من اینجا گذاشتم به نظر شما تعداد حساب های نزد بانک مرکزی چند تا باید باشه جان یه دونه بیشتر از تعداد بانک ها فرمودید پس ملاحظه فرمودید اینجا این هم هست دولت پس پنج تا حساب بانکی بانک مرکزی در این مدل فرضی ما داره و یک حساب دولت خب مشخص شد به مجموع تمامی سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی و سپرده دولت به مجموع اینها ما میگیم چی؟ پس اگر اینا رو جمع بزنیم از بالا تا پایین چجوری بنویسیم چجوری جمعش بزنیم مثلا اگر اینجوری جمعش بزنیم از بالا تا پایین به این چی میگیم دوستان به این میگیم پایه پولی گرفتید آخ بخشت پایه پولی پس به این میگیم پایه پولی مشخص شد این پایه پولی که اینجا داریم دقت میفرمایید به علاوه یک بانک مرکزی پول دیگه هم میساخت دیگه درسته به علاوه این اسکناس و مسکوکی که این پایین بعدا بانک مرکزی در اختیار نظام بانکی قرار داده پس اینجا اسکناس و مسکوک داریم این مجموع کل پول بانک مرکزی است خب تا اینجا یاد گرفتیم دیگه تا اینجا یاد گرفتیم که حالا اون زخار ارزی بحث دیگری است دقت فرمودید آقای مهدی ما به تدریج خدمت شما این مباحث رو در واقع بیشتر توضیح خواهیم داد دقت بفرمایید که این پول هایی که در بانک مرکزی ایجاد می شود اسکناس و مسکوک و پای پولی اینها چیه بانک مرکزی است دوستان رو دقت کنید دوستان از اینجا تعهدات بانک مرکز است آن که آقای مهدی گفتن گفتن پس زخائر ارزی چه یا در زبان فارسی میگن زخائر خارجی بانک مرکزی زخائر خارجی بانک مرکزی دارایی های بانک مرکزی است یعنی بانک مرکزی نمیتواند سر خود پای پولی و اسکناس و مسکوک منتشر کنه مگر اینکه در مقابل این تعهدات یک نوع دارایی در اختیار داشته باشه ما بنا داریم اینا رو خدمت شما توضیح بدیم مشخص شد هر سوالی هست بفرمایید میخوام برم سراغ تعهد دولت هر سوالی هست بفرمایید تعهد دولت حالا حالا قبل از اینکه ادامه بدم ام بی به عنوان حالا ما ام بی اینا رو بحث میکنیم دیگه آیه دلیل بله دیگه به عنوان لای همشون به عنوان تعهدند لایبیلیتی هستن همشون تعهدن ندیگه خیلی ساده شد اینا که من خدمت شما دارم میگم اینها مثل راکت ساینس اینا یک سری علوم مثل علم جفر فقط یه سری آدم های خیلی کم بلدن اینا رو ولی شما دارید تمر یاد میگیرید دیگه ما گفتیم پول در دنیای مهد... در دنیای مدرن تعهده بانک مرکزی دو نوع تعهد ایجاد میکنه یکی اسکناس و مسکوک چاپ میکنه در اختیار مردم قرار میده وقتی که در اختیار مردم اسکناس و مسکوک قرار میده در قبال چه چیزی از مردم چیکار میکنه دوستان دریافت میکنه یکی دیگه پای پولی ایجاد میکنه عدد تایپ میکنه در اختیار نظام بانکی قرار میده در ازای این پای پولی که چاپ کرده در اختیار نظام بانکی قرار داده از نظام بانکی چیزی چیکار میکنه دریافت میکنه حالا اونا رو که مثلا الان ذخایر ایران چه وضعیتی داره بعدا با هم دیگه بحث خواهیم کرد فعلا یاد بگیریم این ساختار رو ببینیم چگونه شکل گرفته خیلی از مسائل حل میشه سپرده دولت نزد بانک مرکزی چطور شکل میگیره سپرده دولت مثلا دولت مالیات میگیره از کجا مالیات میگیره از حساب مردم برداشته میشه به حساب دولت اضافه میشه بنابراین شما میبینید سپرده دولت افزایش پیدا میکنه بعد دولت حقوق میده در آخر ماه وقتی که دولت حقوق میده حساب سپرده دولت صفر میشه حساب سپرده بانک ها به شدت افزایش پیدا میکنه پس پرسیدن تعریف پای پولی چیه؟ پای پولی البته مانیتری بیس مجموع زخایر بانک ها و اسکناس و مسکوکه یعنی پای پولی یعنی پول بانک مرکزی دقیق فرمودید پای پولی نرومانی یا پول مثلا باریک اینجوری هم میگن نرومانی هم میگن گفتن که چیزی جلوی بانک های اصلا ببینید این مقاله ای که ما تا انتهای این کلاس با هم دیگه ادامه میدیم اصلا اصل مقاله در مورد اینه که آیا ممکنه که بانک ها نامحدود بتوانند اعتبار ایجاد کنند یا خیر پاسخهایی میده که تمام این پاسخها در کشور ما چیه؟ در کشور ما متاسفانه مشکل داره و در کشور دیگه و در کشورهای دیگه مسئله نداره. گفتن که اسم مقاله Money Creation in the Modern Economy. من اینجا خدمتتون رو می نویسم Money Creation in the Modern اکنامی مدرن، creation in the modern economy. خیلی خوب بسیار خوب این هم سوالی که شما فرمودید بله پای پولی monetary بیس یا به صورت mb هم نمایش میدن این دوتا رو با همدیگه جمع میکنید ببین پای پولی رو میه جمع میکنی با چی؟ با اسکناس و مسکوک یکو با دو جمع کنی بهش میگیم پایه پولی ببخشید اینجا من اینجا نوشتم پای پولی اینو بعد بنویسم ذخایر مجموعه ذخایر دقت فرمودید یک مقدار تعریف پای پولی بزرگتره وسیع از از کل ذخایر بله اینو بنویسم مجموعه ذخایر خیلی خود ریزرو بانک های تجاری با اوراق خلق شده خیر عرض میکنم خدمتتون ببینید به همون صورت که بانک مرکزی میتواند یک در واقع حسابی داشته باشد به همون صورت در واقع دولت میتواند پول خلق کنه یعنی چی؟ یعنی دولت میتونه چک بده به مردم یه تیکه کاغذ بده یا یک حساب الکترونیک بده معادلش دقت فرمودید یک تیکه کاغذ یا یک حساب الکترونیک بده و در مقابل این تیکه کاغذ یا حساب الکترونیک تعهدی دولت میده که در آینده من این مبلغی که به شما تعهد میکنم و روی این تیکه کاغذ نوشته شده در آینده به شما برمیگردانم اصل و فرعش رو به شما برمیگردانم حالا دوباره تعریفشو میگیم نگران نباشید دوستان فعلا گوش بدید دوستان عزیزم خواهش میکنم گوش بدید من بارها اینا رو تکرار خواهم کرد هنوز مقاله شروع نشده فقط برای آشنایی شما من دارم اینا رو اینجا مطرح میکنم حالا دقت بفرمایید دوستان بحث پای پولی تموم شد دوباره برمیگردیم خب ببینید دولت میتواند یک سری اوراق قرضه منتشر کنه یعنی تعهدی رو دولت تعهدی رو چکار کنه متقبل بشود وقتی تعهد رو متقبل می شود دولت چه اتفاقی میافته؟ یک تعهدی رو به جامعه می دهد این تعهد قابل انتقال به دیگران است نه فقط تعهد قابل انتقال به دیگران است بلکه این تعهد چی اسوسان نه فقط قابل انتقال به دیگران است بلکه می شود این تعهد در طول زمان ارزش رو حفظ میکنه و واحد پولی این تعهد با واحد پولی جامعه یکیست آیا تعهد دولت و اوراق یک نوع پول هستند یا نیستند؟ احسنت بله احسنت اینها پس تعهد دولت یا اوراق هم یک نوع پول هستند خب بنده سالیان سال تلاش کردم دیگه نا... ناچاران متوقف کردم بنده سالیان سال تلاش کردم که به دولت بفهمانم که کسری بودجه خودش را تنها و تنها از طریق انتشار اوراق تأمین کند به نظر شما چرا بنده اینجور اصرار اصراری داشتم میگن کاهش تورم مگر ما نمیگیم اوراق چاپ پوله چه فرقی میکنه که شما اون پولی که دولت داره دریافت میکنه از انتشار اوراق دریافت کنه از بانک, م... از بانک تجاری بگیره یا از بانک مرکزی بگیره چه فرقی اینا با همدیگه دیگه دارن گفتن چون آقای میرزایی میگن که چون که تورمزایی کمتری نسبت به پای پولی داره آقای میرزایی باری کلا چرا با ارزش کردن پول در دست مردم آقای کریمی باری کلا چرا شپ پول اصلاً حالا باید بریم تعریف شپ پول چیه البته اینا باید واقعا شپ پول در نظر میگیریم ولی چرا چه چه تأثیری داره گفتن استفاده از نقدینگی موجود خب داریم خلق پول میکنیم بله از نقدینگی موجود هم استفاده میکنیم ولی بله خلق پول میکنیم در ازاش پول دیگه قرار میدیم یک پولی دریافت میکنیم یک پولی پرداخت میکنیم دقت فرمایید تبدیل پول مردم به شپ پول منظور شما اینجا از شپ پول چیه اینا بفرمایید درست میشه قضیه اوراق رو بلند مدت پرداخت میکنه حالا چه فرقی میکنه میگیم این اوراق داره مبادله میشه پس نقش پول رو ایفا میکنه مگه یادتون اسکناس های بانک های تجاری در قرن 19 اروپا خاطرتون هست حالا بگو بلند مدت کوتاه مدت اصلا فرقی نمیکنه یه رسیده این داره در اختیار قرار میگیره این رسید چرخش پیدا میکنه در اقتصاد سر آفرین آقای وهب آقای وهب شما از خودم شنیده بودید آقای وهب دو درست گفتند سررسید کار خاصی خیلی انجام نمیده اینجا انجام میده ها ولی به این دل... به, همین دل... به همین دلیلی که دارم خدمت تو عرض میکنم آی و بله بله پول نقد کمتر چرخش پول کمتر از پول نقد کمتره بله خب دوستان دیگه من ادامه میدم چون تعداد ماشاءالله نشون میده چقدر دوستان علاقه دارن به این مباحث دقت بفرمایید این اوراقی که منتشر میشه آثار تورمزایی بسیار بسیار کمتری داره و در آینده خواهیم گفت که حتی اثر ضد تورمی داره ولی از این نظر که این اوراق پول هستند بله اینها پول هستند همانطور که پول بانکی پول هست همانطور که تعهد خصوصی پول هست همانطور که تعهد بانک تجاری پول هست تفاوت این پول ها در سرعت گردش پول هست تعهد دولت یا اوراق با اینکه نقد پذیرترین بازار دنیا در هر کشوری معمولا بازار اوراق دولتی هست ولی ولی سرعت گردش پایین تری دارد از همین نظر آثار تورمی بسیار کمتری خواهد داشت و در آینده اشاره خواهم کرد که وضعیت کاملا میتونه حتی چی بشه؟ کلا تغییر کنه یعنی یعنی شرایط رو به یک تعادل جدیدی ببره که این تعادل کاملا غیر تورمیه مثل وضعیتی که اقتصاد ژاپن و اقتصاد آمریکا دارن اینها تعهد دولت یعنی اون پولی که دولت تعهد دولت که پول هست مرتب در حال افزایشه مرتب در حال افزایشه ولی شما میبینید که سالیان سال توانستن به خوبی تورم رو کنترل کنن یکی از دلایل کنترل تورم در کشورهای پیشرفته همین انتشار اوراق بود گفتن که استاد چون به نوعی سپرده میشه نمیدونم این منظورتون چیه به نوعی سپرده میشه ببینید اون پولی که مردم به دولت میدن بلا فاصله میچرخه اون پولی که دولت تحت عنوان اوراق به مردم میده یک حالتی شبیه شپ پول در نظام بانکی داره قبلا خدمتون گفتم حساب های سپرده شما میتونی بری دریافت کنی ولی کمتر افراد دریافت میکنن حساب سپرده رو دقت میفرمایید همان نرخ بهره ناچیز یا نرخ سود ناچیزی که بانک میده باعث میشه که روی سرعت گردش پول تاثیر جدی میگذاره دقت فرمودید پس این مسئله رو باید شما جدی مد نظر قرار بدید زمان انتشار و نرخ که چه زمانی و چه نرخی انتشار کنه کی باید باشه خب اینها رو مشخص میشه حالا به بحث زیاد داره ایزه بدید همین اول کار رو یاد بگیریم گواهی سپرده بحثش فرق میکنه ولی اونم به همین صورته یعنی شما یه پولی رو نزد بانک میگذارید بانک یک پول دیگری یک تعهد دیگری به شما میده ولی شما این گواهی سپرده رو خیلی سریع مبادله نمی کنید از دینه تقریبا میشه گفت اصلا مبادله نمی کنید اگرم بخواید مبادله کنید به بانک برمیگردونید دقت فرمودید بسیار خوب حالا چون دوستان سوال کردند اینجا خدمتتون عرض میکنم که روشی که در نظام مدرن پایه پولی ایجاد میشه به طور مشخص زخایر نزد بانک مرکزی ایجاد میشه به این صورته که دولت اوراق میفروشه به بانک ها این اوراق میفروشن به بانک مرکزی بانک مرکزی در ازای اون یک پولی رو عددی رو چا... تایپ میکنه یک پولی رو در اختیار نظام بانکی قرار میده حالا ممکنه به جای اینکه اون عدد رو تایپ کنه و در بازار بین بانکی این مبلغ رو پرداخت کنه ممکنه اسکناس و مسکوک هم پرداخت بکند پس بخش عمده پولی که در بازار با... بین بانکی بانک مرکزی ایجاد میکند بخش عمده اون پول در اختیار از, از, چه طریقی به دست می آید از چه طریقی ایجاد می شود از طریق خرید اوراق دولتی دقت فرمودید در کشور ما چطور دوستان اوپن مارکت آپریشن بله بله عملیات بازار باز یا OMO یا اوپن مارکت آپریشن گفتن استاد واحد های صندوق های درآمد ثابت هم می توانم نقشه کنترلی کاملا صندوق های درآمد ثابت میاد همین اوراق رو میخره جای این اوراق این اوراق کاملا تثبیت میشه جاشون جای این اوراق یک یونیت صندوق درآمد ثابت پرداخت میکنه آیا اون یونیت صندوق درآمد ثابت نقش های پول رو نداره چرا داره ولی بسیار ضعیف تب به ویژه در زمینه سرعت گردش و ابزار مبادله نقش بسیار پایینتری رو ایفا میکنه پس پولی تورم زاست که به عنوان ابزار مبادله استفاده بشود و اگر شما همون پول رو تبدیل به پول دیگری بکنید که ابزار مبادله نباشد یا یا بسیار ضعیفتر باشه از نظر این نقش پول شما میبینید آن آثار تورمی را ندارد اوراقی که بانک مرکزی پرداخت میکند وارد حساب بانک ها در نزد بانک آفرین بانک مرکزی ببینید اینجا ما اشتباه کردیم الان پاکش کردیم اینجا من در واقع بانک مرکزی حساب بانک مرکزی رو که خدمت شما کشیده بودم به این صورت بانک مرکزی مثلا از این بانک از اینجا یک سری اوراق خریداری میشه این اوراق به بانک مرکزی در واقع از بازار بین بانکی خارج میشه در اختیار بانک مرکزی قرار میگیره و بانک مرکزی در ازای این اوراقی که دریافت میکنه، انجام می‌دم بانک مرکزی. بله. بانک مرکزی در ازای این مبالغی که دریافت میکنه، میاد یک مقداری دلار چیکار میکنه؟ دلار در اختیار این بانک قرار میده. مشخص شد، دوستان عزیز. یک مقداری پای پولی یا ذخایر در اختیار آن بانک قرار میدهد با نرخ مشخص در ایران درآمد نفتی احسن در ایران بانک مرکزی اصلا چرا باید بیاد اوراق دولت رو دریافت کنه دولت به وفور ارز داره دولت این ارز رو اینجا دیگه برعکس میشه این این علامت دلاری که ما اینجا کشیدیم حالا برعکس میشه دولت میاد دلار به بانک مرکزی میدهد بانک مرکزی ریال در اختیار کی قرار میده دوستان ریال در اختیار دولت قرار میده دل هر چه درآمد نفتی بالاتر در واقع تسعیر نرخ ارز تسعیر ارز بالاتر و و اندازه پای پولی بالاتر اندازه پای پولی بزرگتر سرعت گردش پول بالاتر تورم بالاتر بله هر چه سرعت گردش پول بالاتر باشه یا تقاضای مبادلاتی آن پول کمتر باشه تقاضای مبادلاتی یعنی چی یعنی شما تقاضا میکنی که اون پول رو چکار کنی دوستان تقاضا میکنی که اون پول رو بیشتر و بیشتر استفاده کنی در معاملات خودت هرچه این سرعت بیشتر باشه بانک مرکزی در واقع اون نوع, اون نوع پولی که منتشر شده حالا چه بانک مرکزی منتشر کرده باشه مخصوصا چه نظام بانک های تجاری که از همه پول سیالیت بیشتری داره این پول بیشتر تبرمزا خواهد بود دوستان عزیز من خیلی جلو نرفتم ولی این دوتا اسلایدی که خدمت شما ارائه دادم بسیار اسلایدهای مهمی بود ما به تدریج که به انتهای کلاس میریم خیلی سریعتر خدمت شما درس خواهیم داد خب هر سیب زمینی داغتر باری کرد. این مسئله پول که به سیب زمینی داغ تبدیل میشه بسیار بسیار مسئله مهمی است. خب جلسه اول کلاس هستیم من از شما میخوام. من اینجا می نویسم نظر شما در درباره جلسه اول کلاس. من یک نظرسنجی اینجا شما خدمت شما می‌نویسم لطفاً ن... لطفا رای بدید هرچند خود من می‌خواستم حتی یک مقدار حتی بیشترم خدمت شما عرض کنم ولی باز همینجا اگر به من یک فیدبکی بدید خیلی سپاسگزار خواهم بود نظرتون رو در مورد کلاس بگید خب گفتن که استاد این دوره هم مثل شاخص ها شاخص اقتصادی برای فارکس مفید دید. قطعا هم این طوره. من این مسئله خدمت رو عرض کنم دوستان این دوره این دوره برای هر نوع سرمایه گذاری از همه بیشتر و از همه مهمتر برای فارکس بسیار بسیار مهمه این دوره برای فارکس بسیار بسیار مهمه برای کریپتو بسیار مهمه برای فعالان بازار کریپتو و فارکس بسیار مهمه برای فعالان بازار سهام مهمه منتها اینجور نیست که زندگیشون به این دوره در واقع متکی باشه اما برای فعالان بازار فارکس به باور بنده مهمترین ای که باید حتما بگذرونن همین دوره سیاستگذاری مدرن پولی بسیار خوب دوستان هر نوع انتقاد پیشنهاد هر, هر نظری که دارید لطفا با ما در میون بگذارید در گروه میتونید بنویسید خصوصی به ادمین هم میتونید پیام بدید ادمین این پیام ها رو جمع میکنه در اختیار بنده قرار میده خب خدا رو شاکرم که امروز جلسه خوبی داشتیم در خدمت شما عزیزان هسته نباشید تا جلسه آینده تا روز یکشنبه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا یار نگهدارش